من بیرجندی ضبط صدا. بفرمایید خانم. ممنونم، مرسی. خب من من درود درود خدمت همه همکاران عزیز، افرادی که دارن از طریق لایو به صورت آنلاین ما رو میبینن و افرادی که در آینده این ویدیو ضبط شده رو میبینن. دوستان، امروز پنجشنبه 13 اکتبر ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی، ما در کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان با موضوع حق اعتراض، مردم سالاری و حق انتخاب در خدمت خانم بهار زمانی هستیم و سخنرانیشون رو شروع میکنن. ما در خدمتتون خانم زمانی و در ادامه هم که با مشارکت دوستان این گفتگو رو ادامه میدیم. ممنونم، مرسی. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه. با توجه به اینکه این کمیته در واقع دفاع از حقوق هنرمندان هم بود، من یه بخشی رو اصلا اختصاص دادم به جایگاه خود هنر در موضوعات فرهنگی و مسئله اعتراض که فکر می‌کنم بسیار مهمه. با توجه به اینکه امروز دیگه پس از مبحث زبان شناسی و نشان شناسی ما میدونیم که زبان در واقع روابط قدرت رو در خودش داره و نمیتونه گویای اعتراض باشه، به واقع نمیتونه محتوای فرهنگ های جدید رو در اون فرهنگ قبلی که در واقع روابط قدرت رو در خودش گنجونده جای بده. من فکر کردم که بد نباشه که حتی به مقوله خود هنر، نه هنرمند، خود هنر هم بپردازیم به عنوان یک رسانه که عملا چون ساختار گریزه چقدر در واقع اون چه که ما به نام اعتراض میشناسیمش میتونه مفید باشه. اما قبلش من میخوام که یک ادای احترامی بکنم به همه مادران و پدرانی که این شیر دختران و این شیر پسران رو واقعا تربیت کردن و چطور بگم، با معصومیتشون در برابر این قدرت مطلقی که الان در خیابان‌های ایران داره شکل میگیره، در واقع داره روزهای پایانی خودش رو میگذرونه، ایستادگی کردن. این بسیار مهمه، یعنی سابق بر این نام ایران رو احتمالاً با خامنه‌ای و خمینی میشناختن کشورها، ولی امروز میبینیم دیگه نام ایران رو با در واقع این شیر زنان و این گل دختران و این در واقع پسرانی که برای آزادی، برای مقدس‌ترین آرمان بشر به میدان آمدن میشناسن. این برای من خیلی مهمه که هویت تاریخی ما یک بار دیگه به نام این جوانان بخواد رقم بخوره. برای من روزهای مقدسیه. قبل از اینکه من بیام که به خودم فکر میکردم که لباس سیاه بپوشم، یا با خودم فکر کردم که یه مقدار شاید ناسپاسی باشه اگر که لباس سیاه بپوشم، برای اینکه این دخترها و این پسرها اصلا روح افزایی کردن برای ایران. یعنی در واقع در وجود همه ما نامشون زنده است و قرار ما از این به بعد اینها رو زندگی بکنیم. مشعلداران آزادی هستند، بسیار ارزشمندند. جغرافیای سیاسی ما را از این حدی که بوده گسترده تر کردن. دلم میخواست که یه ادای احترامی بکنم، من که در این روزها فکر میکنم خیلی موضوعیت داره. پیام همه اینها این بود که در برابر قدرت مطلق واقعا معصومیت و عشق که میتونه بیسته. اما راجع به اهمیت خود حقوق بشر دلم خواد اول بگم به عنوان یک سند بالادستی که بسیار مهمه. فکر میکنم که تاریخ بشر مفتخر به دو سند هست. یعنی اگر ما بخوایم ارزش داوری بکنیم تاریخ بشر رو در کنار همه کشفیاتش، در کنار همه خدمتهایی که احتمالاً به آزادی یا در واقع توی مبحث سیاسی من در واقع موضوع هست در مبحث حقوق کرده باشه، مفتخر هست به دو سند. یکیش سند حقوق بشر هست، یکیش سند در واقع یا منشور حقوق حیوانات. من اینها رو با هم با وجود زنان مرتبط میدونم، یعنی زنان حلقه ای هستن که حقوق بشر رو با حقوق حیوانات نسبت میدن، یعنی از ادبیات انسانگرایانه میرن به ادبیات پسا انسانگرایانه. حالا در بخشی از صحبتام حتما بهش میپردازم. اما اهمیت حقوق بشر، اگر حقوق بشر نبود، اگر ما چنین سندی رو نداشتیم، تمام ادعاهایی که درباره سازوکارهای دموکراسی
تمام ادعاهایی که در بخش سیاست درباره سازوکارهای چرخش قدرت، حق سیاسی، موجودیت سیاسی، اعم از پارلمان، اعم از احزاب، اعم از نهادهای مدنی، اعم از محتواهای کیفی که ما به تمام این در واقع نهادها میدیم، قطعا عقیم میموند. تاریخ بشر این رو ثابت کرده که اگر قانون اساسی به عنوان نقشه راه یک کشور، قانون اساسی به عنوان یک نقشه راهی که ما میتونیم ببینیم که این بذرهایی که قرار کاشته بشه این کشور رو به کدوم سمت خواهد برد و در واقع زیست سیاسی کشور رو برای ما پیش بینی پذیر میکنه، اگر مزین نباشه به موازین جهانی حقوق بشر، قطعا میتونه به خاطر مسائل حزب بازی، به خاطر نقص هایی که خود تفکیک قوا داره، به خاطر فرقه ای بودن سیاست، همواره متهم به نقض حقوق بشر بشه. از این جهت تنها سندی که به عنوان سند بالادستی میتونه ضمانت بکنه کار کرده انواع این سازوکارهایی که ما به اصطلاح در واقع سازوکارهای دموکراتیک مینامیمشون، اگر که مزین نباشه به موازین حقوق بشر، قطعا نمیتونه اون وظیفه خودش رو انجام بده. این در این قسمت که فکر میکنم خیلی مهم بود. اما راجع به اعتراض، من فکر میکنم از اونجایی که حقوق بشر فرزند در واقع حقوق طبیعی هست، پخته شده حقوق طبیعی هست، اساساً بیشتر از اون که درباره این باشه که ما بیایم یک سری بندها و اصلهایی رو درباره اعتراض و حق اعتراض در واقع قرائت بکنیم، خودش مبنای اعتراضی داره. ساختمان جهان انسانی ساختمان روابط قدرت فرادستی فرودستیه. تنها پارادایم حقوق محوری که مشروعیت قدرت رو، ولو که تاریخی باشه، ولو که کارکردگرایانه باشه، تنها پارادایمی که میتونه مشروعیت ساختارهای قدرت محور رو بشکنه، همین در واقع منشور حقوق بشر هست که تمام بند بندش پیش از این که به موضوع خاصی بپردازن، محتوایی رو ارائه میدن که هر نوع روابط قدرت و فرادستی فرودستی رو میشکنه. برای اینکه فرزند حقوق طبیعیه و بر اساس حقوق طبیعی تمام انسان‌ها در وضع بشر آزاد به دنیا اومدن و هیچ یک بر دیگری هیچ برتری ندارن و فقط از این وجه که با هم برابرند تصمیم میگیرن که اراده های آزادشون رو مشروط به خدماتی تفویض بکنن به نهادی مثل دولت. از اونجایی که حقوق بشر فرزند حقوق طبیعیه، در برابر نهاد دولت و نهاد دین یک ابزار بسیار کارآمده برای اینکه سلطه اونها رو بر روان ما، بر زندگی اجتماعی ما، بر زندگی خصوصی ما، بر سرنوشت آینده ما، در واقع دستهای این دو نهاد قدرتمند رو همیشه کوتاه نگه داره. واقعا مطمئن هستم، یعنی تاریخ بشر اینو نشون داده که اگر حقوق بشر نبود، اگر این حق اعتراض نبود، که اساسا حقوق بشر مبناش مبنای اعتراض به سلطه هست، مهم نیست راجع به کدوم بندش صحبت میکنی، مهم اینه که مبناش زیر سوال بردن هر نوع سلطه هست، اگر نبود هیچ یک از این در واقع سازوکارهای به اصطلاح دموکراتیک قطعا کار نمیکرد. اما چون که این کمیته در واقع حقوق هنرمندان هم هست و در واقع میخواد که در برابر سالاری هایی بیسته و اون مردم سالاری که ما به اصطلاح در واقع الان اینجا مراد داریم ازش به معنی چرخش همگانی قدرت، محتوای آزاد جامعه، اتفاقا من فکر میکنم که خود مقوله هنر هست که میتونه تنها رسانه‌ای باشه که در برابر اجماع سیاسیون، در برابر تمام بافتارهای قدرتی که سیاست زده هستن میتونه بیسته. برای اینکه من تاکید میکنم منظور من هنرمند نیست، خود مقوله هنر هست. هنر به عنوان یک، نه به مثابه یک فن، به مثابه یک رسانه‌ای که ساختار پذیر نیست، توضیح پذیر نیست، توصیف پذیر نیست، مجبوره که مجهز به چشم مرکب باشه. در واقع همیشه صحبت از ناگفته هاست، چون چیزی نیست تولید میشه،
چون جایی وجود نداره از درون انسان ها تولید میشه و مثل جهان هستی که پدیداریه اون هم سیاله و در واقع ساختار پذیر نیست، در هر لحظه ای به ازای هر مخاطبی میتونه ناب باشه و از نو تولید بشه و از نو خونده بشه و اینکه خود هنرمند در واقع مخاطب هنر هست، این اثر هنری هست که بر هنرمند حتی اثر میکنه، به او جان میده مثل بقیه کسانی که ممکن مواجه بشن با اون اثر هنری یا مقوله خود هنر. بنابراین جامعه ای که دل خوش بکنه به این ساز و کارهای سیاسی یک جامعه کسالتبار و رخوت انگیزه، جامعه ای که مجهز نباشه به هنر اعتراضی، به هنرمندانی که از این رسانه استفاده بکنن، میتونه همه اشکال هنر، همه نظریه های هنری مقدسن، باید بهشون احترام گذاشت، برای اینکه ما در نهایت محتوای جامعه آزاد میخوایم که اجرا بشه. اما اگر که به این ساحت هنر هم توجه بشه و این رو جدی بگیرن، اون وقت هست که یک جامعه رنگارنگ داریم که از رخوت سیاسیون و سازوکارهای سیاسی در متن‌هایی که سکوت‌های بسیار بسیار قابل توجهی دارن، برشی و گزینشی نسبت به حقوق افراد نظر میدن. من فکر میکنم کامل ترین سازوکاره، مضاف بر این که زبان هنر زبانی هست که کارآمدتره، با توجه به اینکه این زبانی که ما باش صحبت میکنیم صرفاً کدهای فرهنگی رو، ژنتیک فرهنگی رو منعکس میکنه و در واقع تنها زبانی که میتونه بایسته در برابر این کدهای فرهنگی که اجازه بلند شدن صداهای دیگری رو نمیدن، ترورایز میکنن، قطعاً همین هنر هست. حالا مهم نیست که ادبیات، مهم نیست که نقاشی، مهم نیست که شعره، مهم اینه که زبانیه که ساختار گریزه و برای شکستن ساختارها فکر میکنم که باز هم تاریخ بشر زبانی گویاتر از این پیدا نکرده از نظر خصیصه سیال بود. اما برای اینکه بحثم رو ببندم میخوام یک نکته اضافه بکنم. با توجه به اهمیت حقوق بشر، ولی حقوق بشر تضمین در واقع آغاز مسیر ما برای از بین بردن انواع تبعیض هاست. این یک پروسه هست، برای که بافتار فرهنگی جوامعی که در تعریف مبنای قانونگذاری و تعریف حق بافتارهای مذهبی دارن یا روابط قدرت به شدت در واقع در اونها وجود داره، هنوز ممکنه که این مبنای حقوق بشر رو نپذیرن، همچنان مثل در واقع قوه قانونگذاری ما. بنابراین همچنان ما در این پروسه هستیم. اما یک ایرادی که در واقع وجود داره، یک نقص و کمبودی که وجود داره، اینه که این متن صرفاً برای جامعه بشری نوشته شده. من فکر میکنم که این هم هدیه‌ایه که اکوفمینیزم یا در واقع فمینیزم این رو اضافه میکنه به در واقع حقوق بشر و منشوری که بخواد تضمین بکنه برابری و حق محوری همه انسان‌ها رو. اونم اینه که حقوق بشر به عنوان فرزند حقوق طبیعی بر مبنای تعریفی از طبیعت تمام این نشانه گذاری هاش رو انجام میده. از اونجایی که اکوفمینیزم طبیعت رو به گونه ای باز تعریف میکنه که محوریت انسان در تعریف اون دیگه وجود نداشته باشه و انسان دیگه صرفاً برای بقای خودش، برای استمرار خودش مرتکب فاشیسم زیست محیطی و نسبت به حیوانات نشه، با باز تعریف طبیعت منشور دیگری رو هم اضافه میکنه تا تمام افراد هستی، نه فقط افراد جامعه بشری، تمام افراد هستی به ارزش جان، نه به ارزش عقلانیت، نه به ارزش بازو، نه به ارزش احساسات، فقط به ارزش جان اجازه زیست داشته باشن و مورد استثمار قرار نگیرن. این بحث من. مرسی. سپاس از خانم بهایی زمانی عزیز به خاطر صحبت‌هایی که تا اینجا داشتید. دوستان، من خانم روزا جهانبین رو میبینم که دستشون بلنده، لطفاً مایک رو براشون باز کنید تا بشنویم نظرشون و سوالشون.
خیلی ممنونم. من سلام عرض میکنم به همه همکاران گرامی و به خانم زمانی عزیز و ممنون که امروز دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن. من یه سوالی از حضورتون داشتم. شما یه جایی از صحبتتون گفتین که حقوق بشر فرزند در واقع حقوق طبیعی انسان ها هستش، در صورتی که من فکر میکنم این تعریف برعکسه، یعنی حقوق طبیعی به نوعی زیر مجموعه حقوق بشر در نظر گرفته میشه. اگر که ما توجه بکنیم به سیماده اعلامیه جهانی حقوق بشر که هم در مورد حقوق طبیعی و ذاتی صحبت کرده در بعضی از موادش و در بعضی مواد دیگه در مورد حقوق شهروندی و مدنی صحبت کرده، حتی مثل همین حق شرکت در اعتراضات و حتی حق دموکراسی که امروز هم مبحث صحبتی ما هستش، این رو ممنون میشم یه توضیحی بدید که با توجه به سیماده اعلامیه جهانی حقوق بشر شما چجوری میگید که حقوق بشر در واقع زیر مجموعه حقوق طبیعی انسان ها هستش؟ مرسی، میکروفون در اختیارت. مرسی. اگه لیتریچر حقوق بشر رو نگاه بکنیم، خب این دیگه از در واقع مفروضات و بدیهیاته که حقوق بشر پخته شده و فرزند حقوق طبیعی، یعنی اول حقوق طبیعی میاد به استدلال فردی مثل هوگو گروسیوس نسبت به نهاد دولت و نسبت به نهاد دین بر مبنای وضع طبیعی بشری مهمه، در دورانی که حق و تکلیف و مبنای قانونگذاری بر مبنای مشروعیت غیر انسانی بود، حقوق طبیعی منادی این پیام برای جامعه بشری بود که نهاد دین و حالا هر خداوند، هر امر قدسی، هر منبع در واقع آسمانی نمیتونه تعیین بکنه مبنای این قانونگذاری رو بر مبنای نابرابری. تمام فیلسوفان معمولا بر مبنای تفسیری که اول از وضع طبیعی بشر دارن استدلال هاشون رو میچینن. استدلال حقوق طبیعی هم بر این هست که چون بر اساس طبیعت همه انسان ها آزاد به دنیا میان و در وضع طبیعی پس از تولد هیچ یک بر دیگری برتری ندارن و اجازه سلطه ندارن، بنابراین این مبنای حقوقی، این مبنای قانونگذاری شد در واقع متر و معیاری برای جامعه بشری، نسبت مشخصا هم نسبت به نهاد دین و نهاد دولت. و هوگوگروسیوس مشخصا میگه که حقوق طبیعی در واقع حقوقی هست که حتی خداوند هم نمیتونه نقضش بکنه. این ریشه تاریخیش هست، ولی انقدر ریز و دقیق که منشور حقوق بشر هست نه، به این ریز و دقیقی نبوده، میاد پالایش پیدا میکنه و در منشور حقوق بشر خب ریز به ریز ماده هاش تعریف میشه با توجه به در واقع ضرورت تاریخی هم که در اون دوره وجود داشته براش. سپاس از خانم زمانی عزیز. خانم روزا جهانبین، شما پاسخ رو کامل دریافت کردین، اگر کامنتی دارید بذارید، اگر نه که ما جناب شایگان رو بشنویم. دوستان مایک رو خب جناب شایگان اگر مایک رو براشون باز کنید ما میشنویم کامنت شما و سوال شما، نظرتون در. درود مجدد خدمت همه عزیزان، خدمت میهمانان گرامی، همچنین سرکار خانم زمانی. به درستی در مورد هنر یک عنوانی رو به کار بردیم و من موافقم با این موضوع که هنر واقعا مرز نداره و یکی از مهمترین ابزاری است که بشر میتونه با اون خواسته های خودش رو بیان کنه در حال هر زمینه. همینطور که مثلا میدونیم یک عکس گویاتر از هزار مقاله و کتاب و سخنرانی و غیره است، یا یک اثر موسیقی به همین ترتیب، یک تئاتر به همین ترتیب و غیره. تمام این اثرهای هنری میتونن بسیار اثر بخش باشن، اثرگذار باشن در روند جریاناتی که جریانات فکری البته و اجتماعی. اما هنر بدون هنرمند که خب موجودیت نخواهد داشت، یعنی یک قطعه موسیقی رو یک موسیقیدان، یک
آهنگساز باید اون قطعه رو بنویسه، یک ارکستری اون رو بنوازن و صدا بردار و غیره و زالک تا این اثر خلق بشه. حالا من سوالم اینه، یک هنرمند وظیفش در قبال شرایط جامعه خودش یا حالا جامعه جهانی، حالا ما در مورد ایران به خصوص داریم صحبت میکنیم، یک مثال بزنم، آقای اصغر فرهادی خب تو جشنواره‌های مختلف میره و برنده میشه و نخل طلا و خرس طلا و غیره و زالک، تریبون داره اونجا، میتونه از تریبونش استفاده کنه و در موضوع حجاب زنان صحبت کنه، ولی ایشون میاد خیلی راحت در مورد پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار میگیره و همه چیزو نرمالیزیشن میکنه و به سادگی از این موضوع میگذره و اصلا در خدمت دستگاه حکومتی قرار میگیره. امثال این نوع افراد زیاد هستن. حالا من چون خودم با خیلی از هنرپیشه ها، آهنگساز ها، خواننده ها در ارتباط نزدیک بوده و هستم، حالا یکم متفاوت فکر میکنن این عزیزان نسبت به بقیه اقشار، ولی وقتی مشخصا شما یک تریبون داری و از اون تریبون استفاده بهینه نمی کنی و میای همه چیز رو نرمال نشون میدی، یکم اذیت میکنن جامعه رو، مخصوصا تو این شرایطی که امروز ما درش هستیم. میبینیم که خب بسیاری از این هنرمندان، جامعه هنری هنوز موضع خودشون مشخص نکردن. این دلیلش چی میتونه باشه؟ ممنونم. سپاس جناب شایگان به خاطر کامنت و صحبتی که کردین. اتفاقا اینجا برای خود من هم وقتی که شما داشتین صحبت میکردین، این که داشتید هنر رو با هنرمند جدا از هم میکردین، یک سوالی بود که فکر کردم اینجا میتونم بپرسم در ادامه صحبتی که جناب شایگان فرمودن، که اگر این رو هم در لابلای اون مبحث بهش بپردازیم من ممنون میشم ازتون. حتما حتما. البته مطمئنم که همه خیلی بهتر از من میدونن، من فقط لیتریچر موضوع رو بیان میکنم، از روش رد میشیم. ببینید، به هر حال ما میدونیم که زیست انسان ها زیست فرهنگیه، ما در زبان زیست میکنیم، ما در واقعیت که زیست نمیکنیم. از بدو تولد انقدر مورد خطاب ها و عتاب ها قرار میگیریم که حتی در بازشناسی خودمون و جهان اطرافمون هرگز به جلو نمیریم، بلکه در بافتارهای فرهنگی گذشته میغلطیم و همونجا مدفون میشیم. این نکته مهمیه. جواب اینه که آیا میتونیم از این بافتارهای فرهنگی در بیایم؟ نه. جواب اینه که میتونیم به واقعیت بریم؟ نه. زبان رسانه‌ای نبوده که این توان رو داشته باشه. شناخت ما همواره میتونه سلبی باشه. تنها کارایی که میتونیم انجام بدیم، حالا دریدا هست، نمیدونم، فیلسوفان پست مدرن پیشنهاد رو میدن که ما صرفا شالوده ها رو بشکنیم، دوگانه ها رو پیدا بکنیم، شالوده ها رو بشکنیم، صرفا آگاه بشیم که این گره های فرهنگی احتمالاً چی هست. باز اینجا به رسانه احتیاج داریم. هنرمند مثل تمام ما، هنرمند مثل یک سیاستمدار، مثل یک آهنگر، مثل همه ما زیست فرهنگی داره. حتی زمانی که از اون رسانه داره استفاده میکنه، از رسانه هنر استفاده میکنه، مثل بقیه اقشار جامعه همون روابط قدرت رو باز تولید میکنه. ما در تاریخ تمام کشورهای توتالیتر اتفاقا هنرمندان رو در همدستی کامل داریم. حالا میگم غالبا، اصلا این کلمه هنرمندان فرمایشی، روشن فکران فرمایشی، چیزی که مکتب فرانکفورت خیلی مشخصم از بچه دیگه حتی بهش میپردازه، توجیهگران یا در واقع مجیزگویان ساختار قدرت، صرفا همون روابط قدرت رو بازتولید کردن، همون الگوهای قدرت رو بازتولید کردن. نمونش آقای آیدین آقداشوه که آقای خمینی رو با یه گل رز میکشه و امثال این هم بسیار زیاده. بنابراین هنرمند مثل همه ما مجهز به هنر به مسابه فن شده. هنر به مسابه فن یعنی شما یاد بگیری که برای کشیدن نقاشی مثلا پرسپکتیو اینه، برای نوشتن ادبیات شما باید تصویر سازی بکنی تا انسان ها بتونن در واقع اون تجربه‌ای که قراره براشون رخ بده رو باهاش مواجه بشن
و در واقع اجازه بدن که اون تجربه در اینها رخ بده. این به مثابه فن هست. اما این فن هر چقدر هم خوب اجرا بشه مهم نیست. مهم اینه که چه معنایی رو داره مخابره میکنه، یا حتی به تعبیر درستتر، چون توان نداره معنای بیرون از اونچه که تا امروز دسترسی داشته رو القا بکنه، صرفاً بتونه معانی رو بشکنه، ساختارها رو، شالوده ها رو زیر سوال بگیره و به پرسش بگیره. از اون جهت هست که گفته میشه که در اینجا هنرمند خودش مخاطب هنر هست. یعنی زمانی که مواجه میشه با تولید یک اثر هنری باید حواسش باشه که مثل همه ما روانش قدرت زده است، زبانش قدرت زده است، تمام آفرینشش باز تولید دوباره روابط قدرت اتفاقا، چون از زمین ناخودآگاهش خیلی الهام میگیره. مثل همه روشنفکرا که ژیژک خیلی خوب میگه که اینا سورئالن، راجع به گذشته صحبت میکنن ولی مزین میکنن، به توهماتشون باز تولید میکنن همون روابط قدرت رو. از این جهت راجع به خود هنر باید صحبت بکنی. هنر چیه؟ هر زبانی، هر رسانه‌ای که بتونه ساختارها رو بشکنه، صرفا همین، چون بیش از این کاری نمیتونه بکنه، ما بسته شدیم در فرهنگ. فقط توی پرانتز یه نکته بگم که فکر میکنم خیلی مهمه. هنرمندان، ببینید ما در جهانی هستیم که به جای دموکراسی فرهنگ حزب بازی رو به ما فروختن. دموکراسی میتونه دلالت‌های زندگی متفاوتی داشته باشه. یک کمونیست از دموکراسی صحبت میکنه، یک لیبرال از دموکراسی صحبت میکنه، یک سوسیال دموکرات هم از دموکراسی صحبت میکنه. ما باید ببینیم که دلالت‌های زندگی دموکراسی در هر پارادایمی به چی اشاره داره. بسیار خطر بزرگی هست که من فکر میکنم غالب هنرمندان اگر که هنر رو به مثابه یک ابزار زیر سوال بردن روابط قدرت بهش نگاه نکنن، مرتکب این اشتباه میشن. امر سیاسی رو اجتماعی میکنن. یعنی به جای اینکه حواسشون به این باشه که تاریخ ما رو سیاسیون و فرقه های سیاسی هستن که دارن رقم میزنن، به اشتباه تاریخ رو یک روند، یک الگویی که مردم درش نقش دارن، یعنی دیگه روابط قدرت رو نمیبینن، فکر میکنن مردم آزادانه دارن تولید فرهنگ میکنن، تولید روابط اجتماعی میکنن. این به اشتباه اجتماعی کردن امر سیاسی خطاییه که کسانی که در فرهنگ فعالیت میکنن اگر این رو جدی نگیرن، که همه چیز سیاسی است، در همه چیز روابط قدرت هست. حالا اینکه من همیشه مثال رو میزنم، اینکه الان انگشتر من چه رنگیه، تو کدوم دستمه، کفشم رو سمت چپ در خونه میذارم یا سمت راست در خونه میذارم، پشت در خونم چی آویزون میکنم، چه گوشواره‌ای میذارم، از چه کلماتی استفاده میکنم، تمام اینها سیاسی است. جهان انسانی رقم میخوره به دست حزب و حزب بازی و سیاسیون، و روابط قدرت باید همیشه دیده بشه. اجتماعی کردن امر سیاسی یک غلطیه که غالب کسانی که در تولید فرهنگ هستن اگر روابط قدرت رو در روان خودشون، در ناخودآگاه خودشون جدی نگیرن، ممکنه بگن من سیاسی نیستم، من دارم کار تولید فرهنگی میکنم، من به سیاست کاری ندارم، ولی در واقع همون روابط رو چه بسا که به شکلهای بدتری حتی بتونن باز تولید بکنن و اصلا سنگر دفاعی بشن. برای اینکه ما میدونیم، من اینو همیشه گفتم، گلوله های در واقع سیاست مداران مجهزن به در واقع ابزارهای سرکوب. فشنگ های تفنگ هاشون رو فرهنگ تولید میکنه، و فرهنگی که مثل هنر میتونه انقدر اثر داشته باشه قطعا از خطرناکترین اون هست. این پاسخ من. تشکر میکنم از خانم زمانی عزیز و آقای رایی عزیز. من میبینم شما دستتون بلنده. دوستان لطف کنید مایک رو رها کنید، در خدمت شما هستیم، میشنویم شما. بله، با درود به شما دوستان گرامی و همچنین خانم زمانی، خیلی ممنون از توضیحاتی که دادین. من به جای اینکه اظهار نظر کنم، سوال میکنم، سعی میکنم بیشتر شنونده باشم، چون روزهای گذشته زیاد صحبت کردم. مردم گفتین، تعریف شما از مردم چیست؟ آیا مردم منظور شما همه با هم هست، یا منظور شما مجموعی از جماعت‌های مختلف، از فکرهای جمعی مختلف، از ایدئولکت‌های مختلف هست؟
یا سوسیولوگ های مختلف هست، یا اینکه نه میتوانیم مردم رو به عنوان یک تمام در نظر بگیریم که یک عقل یک نواخت و یک عقل یک جهت داره. در واقع دارم این سوال از شما میکنم که آیا در دموکراسی همه با هم میتونن همکاری بکنن؟ شعار همه با هم درست هست؟ یا آنهایی که با هم همسویی فکری دارن میتونن همکاری کنن؟ نکته دوم، در توضیحات شما علاوه بر این واژه مردم، ضمیر ناخودآگاه بود. منظور شما از ضمیر ناخودآگاه چیست؟ مرسی، خیلی ممنون. سپاس از رایی عزیز. خانم زمانی میشنویم شما. من مردم رو اینجا با اغماز از من بپذیرین. من داشتم اشاره میکردم به در واقع احتمالا عذر و بهانه‌ای که کسانی که امر سیاسی رو اجتماعی میکنن معتقد میشن که مثلا مردم ایران هستند که مثلا استبداد زده هستند و حکومت های استبداد زده و دولت های استبدادگرا بر اونها حکومت میکنن. این کلمه رو در واقع از زبان اونها گفتم. ولی اینکه من مرادم از مردم چی باشه و درباره دموکراسی، ببینید دموکراسی از نظر من گفتم تو هر پارادایم میتونه به کار بره. یه کمونیست میتونه از دموکراسی استفاده بکنه و احتمالا دلالت ضمنی که از دموکراسی داره اینه که از طریق مشارکت حزبی در واقع رأی حداکثری رو بگیرن، قانون اساسی رو تغییر بدن، حزب در واقع بالا بیاد و مردم تبدیل بشن به توده هایی که به اصطلاح از طریق دموکراسی شورایی باز هم فقط مقاصد حزب رو بتونن اجرا بکنن. یک لیبرال قطعا منظور دیگری از دموکراسی داره. یک لیبرال، این مهمه برای که ما در کمونیسم، مهم نیست که دموکراسی صحبتش میشه یا نمیشه، مهم اینه که کمونیسم حاکمیت سیاسی رو به مردمی که در اون گستره سرزمینی به دنیا اومدن نمیده، به کسانی که دارای تاریخ مشترک هستن نمیده، هیچ احترامی برای مولد بودن نیروهایی که به صورت تاریخی فعالیت کردن قائل نیست. بنابراین اگر یک لیبرال صحبت از دموکراسی بکنه، قبلش چون حاکمیت ملی رو و موجودیت سیاسی رو برای مردم آزاد به رسمیت میشناسه، پس طبیعتاً منظورش از دموکراسی واقعاً مشارکت آزاد حزبیه، واقعاً مشارکت دوره‌ای و چرخش قدرت. حالا آنارشیستان که نگاه مختلف داره. اما یه نکته مهم اینه که در توضیح اینکه آیا دموکراسی به معنی بازی احزاب، این 4 سال در واقع کمپین کردن ها، این 4 سال حضورهای ائتلافی، آیا تضمین واقعی حضور سیاسی مردم در قدرت هست؟ به یک معنا آیا تضمین واقعی نفع بردن اقتصادی همه از اون در واقع چرخش قدرت هست؟ جواب نه هست. برای اینکه تضمین دموکراسی صرفاً این نیست که ما رأی بدیم یا حزب ما بره بالا. همتون میدونین دیگه، نظریه عمومی اومد و این رو توضیح داد که مهم نیست که شما در اون 4 سالی که حالا درش هستین، در این 4 سالی فعلی حزب شما تو اکثریت رفته در دولت یا نه، مهم اینه که آیا شما به عنوان رای دهنده فقط رای دادین و اونها رانت رای شما رو خوردن، یا نه شما رو در نفع سیاسی، در نفع اقتصادی هم شریک کردن. بنابراین توزیع درآمد هاست که ضمانت دموکراسیه، نه صرفا صندوق. البته در این فاز، قطعا در فازهای دیگه اینم پیشرفت میکنه، سازوکارهای دموکراسی خیلی باید کیفی تر بشه، که همونطور که میدونین راجع به مشارکت حزبی هم این رو فقط بگم برای اینکه مهمه. در ادبیات پسا مارکسیزم که در واقع منتسبش میکنیم مثلا به آقای اسلاوی جیجک یا آقای داکلاو، این مهمه، کلمه مردم کلمه بیمعناست، کلمه طبقه کارگر یک در واقع مفهوم بیمعنا هست. اینها همشون در پارادایم های مختلف تعریف میشه. بنابراین پیشنهاد میشه به جای اینکه وقتمون رو بر سر این بذاریم که مثل سنت تاریخی مارکسیزم هی بشینیم
برای افراد قشر و طبقه قائل باشیم، بعد برای این قشر و طبقه خلق و خوی طبقاتی قائل باشیم، بعد اینا رو فرمولیزه بکنیم که به چه سمتی برن و به چه سمتی نرن، از این تعریف فیکس خارج بشیم، تعریف رو سیال و برهه‌ای در نظر بگیریم. و نکته مهم، سوژگی سیاسی نه صرفا در قالب حزب، این آقای لاکلاو میگه سوژگی سیاسی رو حزب مصادره میکنه، به افراد این رو توضیح بدیم. همین اتفاقی که در جامعه ما میفته و افتاده، جنبش های چند سر تولید بکنیم. به چه معنا؟ به این معنی که مردم بدونن حتی پشت لیوان آبشون سیاستی نشسته، همینقدر که این رو ببینن همه چیز رو به پرسش میگیرن و عاملیت در تاریخ پیدا میکنن. اون وقتی که نه روانشون، نه اعتقاداتشون، نه سرنوشت سیاسیشون به راحتی در قالب رأی و صندوق رأی، در قالب فرقه گرایی سیاسی اون نمیتونه تبدیل به شعار بشه، کانالیزه بشه. این کانالیزه شدن کلمه خود آقای لاکلاو هست. این پاسخ من در این فاز. سپاس از خانم زمانی عزیز. جناب رای، اگر شما کامنتی یا صحبتی دارید در خدمت شما هستیم، اگر نه که مایک رو برای آقای مهران آزاد کنید که ایشون رو بشنوید. خب مثل اینکه آقای رایی کامنتی ندارن، حالا توی دور بعد باز میشه این گفتگو ادامه پیدا کن دارید. خب مایک رو توی دور بعد صحبت میکنن. آقای مهران مایک رو برای آقای مهران. خانم من میتونم صحبت کنم، اما ترجیح میدم که گفتگوها بچرخه، دور نوبت من که رسید بعدم صحبت خواهم کرد. مرسی، بسیار عالی، ممنونم از شما. پس تر رو توی ذهنتون داشته باشید و در دور بعد ما باز برمیگردیم به موضوعی که اینجا بحث شد. جناب مهران ما شما رو میشنویم، دوستان مایک رو براشون آزاد کنید. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همگی و مهمانان گرامی جلسه. خانم زمانی بسیار بسیار عالی بحث هنر رو توصیف کردن. یه نظر دارم در خصوص صحبت های خانم زمانی و یک پاسخ هم به جناب آقای شایگان. خب همونجور که مستظر هستید، شاید در نگاه اول توی بحث عامه مردم هنر یک در حقیقت تعریفی داشته باشه که حالا خلق هر نوع اثری که توش سیمتری، هارمونی و توازن و تقارن وجود داشته باشه و کیفیت های جمال شناختی توی اون رعایت شده باشه، مثل یه نقاشی زیبا که پرسپکتیو و ترکیب رنگ توش رعایت شده، یه نوت موسیقی که بر اساس حالا نوت های علمی موسیقی تنظیم شده و به گوش زیبا میرسه. ولی بحث بسیار زیبایی رو که خانم زمانی مطرح کردن در خصوص استفاده از هنر به عنوان یک ابزار و هنرمند به عنوان یک کنشگر توی بحث اعتراض بود اگر من اشتباه نکنم، و اینکه این در حقیقت ذات هنر وجود داره، کمایی که من این مسئله رو اگه بخوام با یه مثال خدمتتون عرض کنم در تایید فرمایشات و فرمایش خود زمانی و ارزش هنر، و اینکه الان مخصوصا توی این برهه زمانی خیلی این میتونه به نفع ما باشه توی بحث اعتراض، چون موضوع جلسه هم حق اعتراض هست، اینه که ما بعد از جنگ جهانی اول، یعنی بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، چندین سبک هنر به وجود اومد. اینها همه سبک‌های اعتراضی هنر بودن، سبک‌های مثل فوبیس، دادایست یا سورئالیست. در حقیقت چرا؟ چون اونقدر خفقان سیاسی توی یه سری از کشورها وجود داشت که مردم عادی یا معترضین عادی از جماعت‌های کارگر، حالا کارمند یا مردم عادی، نمیتونستن حرفشون رو بزنن. این حرف از زبان هنرمندا با نقاشی، با موسیقی، با کاریکاتور، با شعر، با ترانه بیرون میومد. و مصداقش هم مثلا توی مکزیک ما دیوید آلکاروس کیروس رو داشتیم، نقاش مکزیکی که طرفدار حزب کمونیست بود با نقاشی‌های دیواریش. توی انقلاب فرانسه اونور دومیه رو داشتیم و در حقیقت سالوادور دالی توی سبک سورئالیسم. و یه مثال خیلی جالب توی همین اعتراضات فعلی، مثلا ترانه‌ای که آقای شروین حاجی‌پور خوندن و الان شده در حقیقت اون یک نمادی برای اعتراض مردم. پس این یک سبک هنری، یعنی ما یک چیزی داریم به نام پروتست آرت، یعنی هنر اعتراض. در واقع این هنر اعتراض الان خیلی میتونه به ما کمک کنه،
و واژه‌ش هم خیلی جالبه، یه ایهام داره. ما هم باید هنر اعتراض رو بدونیم، هم اعتراض هنری رو بلد باشیم. اینا هر دو یه تعریف خاصی داره که من به واسطه کم بوده وقت سعی میکنم اگه نوبتم شد توی نوبت بعدی بهش بپردازم. و دوم این که یک پاسخ خیلی کوچکم به جناب آقای شایگان دارم در خصوص این که چرا بعضی هنر از هنرمندان نمیان موضع خودشون رو مشخص کنن به عنوان ویترین جامعه. خب ما این رو از هزار سال پیش هم داشتیم. یک مثال خیلی سادهش بحث فردوسی و خلق شاهنامه است. یک عده شاعری داشتیم که ملیجبوی سلطان محمود بودن و به قولن یه بیت شعر معروفش که سحر آمدن به کویت به شکار رفته بودی، تو که سگ نبرده بودی به چه کار رفته بودی. نماد اینه که اینقدر خودشونو میارن پایین که فقط بیان از یه پادشاه، یه رهبر، یه جنبش بیان امتیاز بگیرن. عکسش هم فردوسی میشد دیگه که گفت پرستار زاده نیاید به کار اگر چند باشد پدر شهریار. این هنرمندان ما متاسفانه حالا اکثرشون طرف مردمان، ولی خب تو اون جماعت هم افرادی مثل اون ملیجبوهای سلطانها و یا رهبرها دیده میشن. بسیار بسیار ممنون هستم ازشون. سپاس از جناب مهران به خاطر کامنت و صحبتی که داشتم در این قسمت برنامه. دوستان سه دقیقه جلو میریم. من برای اینکه وارد صحبتتون نشم یه کمی مونده به 3 دقیقه یه بله میدم، یعنی اینکه شما جمع‌بندیتون رو انجام بدین و بقیه صحبت ها و نظریاتتون رو میتونید توی دور بعد انجام بدید. خانم زمانی اگر شما صحبتی روی حرفهای جناب مهران دارید ما در خدمت شما هستیم، اگر نه که خانم مرجان قبولی براشون مایک باز بشه که ایشون رو بشنویم. من هم سلام میکنم به مرجان عزیزم، ولی جناب مهران گویا از من راجع به ناخودآگاه هم پرسیدم، من یادم رفت جواب بدم دفعه بعد که صحبت کردم حتما بهش میگم. چرا حتما پاسخو بدین، بعد از پاسخ شما به این سوال ما میریم سراغ مرجان قمدی عزیز. حتما. خب منظور من در این ناخودآگاه مشخصا یک منظور فرویدی بود، بعد هم لکانی، برای اینکه خب فروید لطف بزرگی که به ما کرد در واقع نشون داد که کدهای فرهنگی و جنسیت زده وارد ناخودآگاه ما شده و نگاه ما به جهان، نگاه ما به قدرت، نگاه ما به هویت فردی و نگاه ما به هویت اجتماعی بسیار مهمه، چون این دو مرتبه به همین شکل وارد اندیشه لکانی هم میشه. منظور من از ناخودآگاه فقط این بود تو این قسمت که اشاره بکنم بر اساس اون سنت فرویدی ناخودآگاه ما رو کدهای فرهنگی پوشونده. حالا اینکه سوسور چه کمکی میکنه، چطوری اینا رو شناسایی بکنیم، لکان چه کمکی میکنه، اینا بحثای بعدی. اما مشخصا اگه بخوایم لیتریچرش رو ببینیم منظور من چی بود، من به اون نگاه فرویدی و صرفا با این اشاره که کدهای فرهنگی در ضمیر ناخودآگاه ما هستن و گویا اگر آگاه نباشیم به این که ضمیر ناخودآگاه ما کدگذاری شده، ما دارای ژنتیک فرهنگی هستیم، نمیتونیم اصلا تحلیل بکنیم که مثلا چرا هنرمند ما امروز این کار رو انجام میده. من اینجا میتونم از این قضیه که مسئول جلسه هستم استفاده کنم و از اونجایی که مرجان هم از دوستان من هست اجازه بگیرم، چون شما، من از همون ابتدای این ژنتیک فرهنگی برای خود من سوال بود و دوست داشتم این مبحث رو باز کنید خانم زمانی، و اینجا چون دوباره بهش اشاره کردین اگر این یک کوچولو توضیح در مورد ژنتیک فرهنگی به ما بدین که بعد بریم سراغ کامنت و سوال خانم قبولی، ممنون میشم ازتون. حتما حتما. البته جسارتی من رو باید ببخشید، من مطمئنم که همه شما از من خیلی بهتر و بیشتر اینا رو میدونین، فقط در واقع اینجا با هم داریم اینا رو به اشتراک میذاریم که اهمیتشون رو با هم ریویو کنیم. اصلا مطمئنم که در واقع من اولین کسی نیستم که دارم راجع به اینا صحبت میکنم، منم یاد میگیرم و فقط میخونم. ببینید مسئله طبیعی بودن و طبیعی نبودن این مهمه. معمولا جامعه بشری یک بافتار فرهنگی داره که وقتی که میخواد به تجربه های جدید یا به اون چه که ما با اغماز واقعیت مینامیمش اشاره بکنه، صرفا ادعای اشاره به واقعیت رو داره. هرگاه که مواجه بشه با یک تجربه جدید، همونطور که میدونیم طبیعت که تعریف پذیر نیست، طبیعت پدیداری سیاله مثل خود جهان هستی، در هر لحظه به گونه ای
میتونه بروز پیدا بکنه، بر هر شخصی به گونه ای بروز پیدا میکنه. بنابراین این درست نیست که ما یک برشی ازش رو گزینشی برداریم و تازه از همین یک برش هم که به تمام ابعادش دسترسی نداریم یه نامگذاری، یه کدگذاری دل بخواهی میکنیم و بعد در واقع به از همون لحظه‌ای که ما نامگذاری میکنیم اینو سانسور میکنیم. از همون لحظه‌ای که اینو نامگذاری میکنیم دیگه رابطه ما با اون پدیده به اصطلاح واقعی حتی در شکل موقت خودش، حتی در شکل تجربه فردیمون هم از دست میره. بنابراین زبان‌ها نمیان بر اساس ادعای در واقع فلاسفه کلاسیک، زبان نتونست میانجی باشه که ما رو به واقعیت جهان ربط بده. جهان فقط تبدیل شد به نشانه گذاری ها، به اشاره های فرهنگی. چرا که ما انسان ها هر اون چه تجربه کردیم رو در ساحت انسانیمون بازشناسی کردیم. یعنی من انسان مثلا یه گربه که نمیتونه جهان رو بیرون از گربه بودنش درک بکنه. گربه در گربه بودن ابزارهای محدودی داره که بیرون از گربه بودن نمیتونه جهان رو تجربه بکنه. ما انسان ها هم در انسان بودنمون جهان رو تجربه میکنیم با رانه های بدنیمون. حتی هیچ صحبتی از آرمان هم گاهی از اوقات نمیتونی بکنیم چون همش لاف روشن فکریه. بنابراین انسان ها محصور از تجربه های مقطعی تاریخیشون زبانی رو ترسیم کردن برای خودشون که این زبان از اونجایی که غالباً زبان طبقه غالب بوده تبدیل به ایدئولوژی شده، برای حفظ خودش از این از حفظ بافتار فرهنگ در واقع استفاده کرده. یعنی طبقات غالب برای اینکه باقی بمونن قدرت خودشون رو بتونن بر بدن، بر روان، بر غذای افراد، بر سرنوشت افراد غالب بکنن، از اون نشانه گذاری ها، از اون مفهوم پردازی ها استفاده کردن که مشروعیت بگیرن و در واقع صدای افراد دیگر رو هم ببندن. این مثل این میمونه که انگار هر فرهنگی یک بافتار ژنتیکی داره. مثلا اگر به طور مثال دارم میگم، با اغماز این رو از من بپذیری، مثلا یک فرهنگی که خوی کمونیستی داشته باشه ممکنه که از دموکراسی صحبت بکنه اما ژنتیکش بر نمیتابه. ممکنه از طبیعت صحبت بکنه اما اصلا ژنتیکش بر نمیتابه، برای اینکه متن فرهنگی، متن هر چه که باشه، چراغ قرمز باشه، لیوان باشه، هر چه که باشه، برای اینکه باز تولید بکنه، برای اینکه باز شناسی بکنه به مفروضات خودش برمیگرده. برای این دی ان ای ها، این کدهای فرهنگی مثل فیلترهایی میمونن که در مواجهه با هر اون چه که ناب جدید به یک بار رخ میده اون رو فیلتر میکنن و صرفاً برداشتی که خودشون احتمالاً از اون دارن در شکل حداقلی باز تولید میکنن. یه مثال کوچیک بزنم. اکوفمینیست ها برای اینکه ساختار قدرت رو شناسایی بکنن متوجه شدن که نظام پدر سالار مرد سالار همه چیز رو به طبیعی و غیر طبیعی نسبت میده. مثلا میگه این طبیعی است پس ما انجامش میدیم، طبیعی نیست پس ما انجامش نمیدیم. بعد متوجه شدن اصلا نیچر رو گویا باید باز تعریف بکنن، آنچه طبیعی است رو باید باز تعریف بکنن و در این باز تعریف متوجه شدن اصلا دایره دربرگیری این آنچه طبیعی است مثلا زیست جانوران نیست، زیست حیوانات نیست، زیست گیاهی نیست، زیست کره زمین نیست، صرفا بقا هست. طبیعی یعنی بقا. حتی در تصویری که پدر سالاری از طبیعی ارائه میده همه چیز سلسله مراتبی است، یعنی حیوان مثلا چون در نگاه اونها به طبیعت در طبقه زیرین قرار داره پس طبیعی است، چون در طبیعت استثمار میشه پس طبیعی است که در جامعه انسانی هم استثمار بشه. بنابراین این کدهای در واقع فرهنگی مثل ژنتیک یک موجود و جاندار میگن که شما هر چیزی، هر متغیر بیرونی که بهش اضافه بکنین بیشتر از اون که اون متغیر نقش بازی بکنه و دستکاری بکنه این سازه رو، این سازه اون رو در خودش حل میکنه و صرفا اون بخشی رو گزینشی بر میداره که به بافتار و بقای خودش کمک بکنه، نه صرفا باز کردن شالوده های خودش یا واسازی هایی که در واقع از قبل اونها رو بسته و اجازه بده که این واسازی ها و ساختار شکنی ها در این صورت بگیر. سپاس از توضیحاتتون خانم زمانی عزیز. من بازی یه سوال دیگه برام پیش اومد که میذارم اون رو بعد از آقای رایی. مرجان عزیز صحبت، سوال و کامنت شما رو میشنویم.
دوستان مایک رو براشون آزاد کنید. درود، مرسی بهار جان از این توضیحات خیلی خوبی که دادی. من چند تا سوال دارم، بعد هم در زمینه حقوق بشر، هم هنر اعتراضی و کلا هنر و مسئله احزاب. حالا نمیدونم، سوالام زیاد، امیدوارم که اگه حالا هر کدومش هم وقت نشد جواب بدیم، بعدا اینا رو توی ذهنت داشته باش که پاسخشون رو بدی به من کمک کنی. مرجان عزیز، شما میتونی سوالاتتون رو یکیش بپرسی که بتونه جواب بده که بحث به چرخه، در دور بعدی اون کامنت و سوالهای دیگه تو بگی. یعنی الان توی همون دو دقیقه دیگه که باقی مونده اون کامنت و سوالتون رو بپرسین. من کامنت ندارم عزیزم، فقط سوال دارم. خب باشه. ببین، یکی میخواستم بپرسم که این ابزار حقوق بشر تو چقدر به ما کمک میکنه الان در شرایط کنونی که بتونیم از جامعه جهانی، از دولت‌های جامعه جهانی کمک بگیریم، یا حالا مثلا مجبورشون کنیم به خاطر پایبندی به موازین حقوق بشری موضع‌های جدی بگیرن در برابر جمهوری اسلامی. بعد در مورد هنر، هنر اعتراضی رو حالا دوستان صحبت کردن، من میخواستم ببینم که اون مدل هنر اعتراضی که در کوتاه مدت میتونه بیشترین تاثیر رو بذاره، مشخصا میتونیم بگیم مثلا مشخصا میشه این یا این یا نمونه هایی داشته باشیم. و بعد کلا در مورد هنر که صحبت کردیم، میخوام ببینم هنر برای هنرم شامل این چیز شالوده شکنی میشه یا نمیشه. و بعد در مورد احزاب و اون تعریف سیالی که در موردش گفتیم، میخوام ببینم این تکثر احزاب که باعث میشه که حزب با نسبیت تعاریف چپ و راست رو برای هم تغییر میدن و جای همدیگر رو روی نمودار افقی عوض میکنن، این آیا این همون باعث همون تعریف سیال میشه یا صرفا یک جابجایی سیاسی هستش؟ مرسی. تشکر از مرجان عزیز، میشنویم پاسخ شما رو خانم زمان. ببین، راجب کارایی حقوق بشر در نظام بین الملل به نظرم با یک فرم میشه نگاه کرد، محل مناقشه هست ولی میشه راجبش صحبت کرد. ولی من اول میخوام بگم که به ما به عنوان یک ملت، که البته جغرافیای سیاسی ما بسیار بزرگتر از ایرانه، کمان که همیشه بوده، ما قدرت زبان فارسی به صورت تاریخی جغرافیای سیاسی ما رو همیشه تبدیل به یک جغرافیای گسترده می‌کرده. ما بیرون از مرزهای ایران در واقع حضور فرهنگی داشتیم و من خوشحالم که دوباره این اتفاق افتاده. ولی خود حقوق بشر برای ما به عنوان ملتی که ارتجاعی رو به نام آزادی تجربه کردیم، فکر میکنم که اهمیت بسیار زیادیه. برای اینکه روزی روزگاری بود که ضرورت التزام به حقوق بشر مثلا در خصوص مجلس مؤسسان شاید در ذهنیت غالب کنشگران در واقع سیاسی اجتماعی ما جایی نداشت، ولی امروز اتفاقا تبدیل شده به یک حالت امنیت ذهنی که مردم میگن که خیانت در مجلس مؤسسان در خصوص نوشتن قانون اساسی قطعا این بار در مورد ما صورت نمیگیره، چون ما دقیقا حقوق و در واقع موازین حقوق بشری رو میخوایم که به علاوه حق احترام به حاکمیت ملی ما که از آن مردمه، اینها هم گنجونده بشه. بنابراین خود حقوق بشر به عنوان تضمین همین انقلابی که ما توش هستیم بسیار کارایی داره برای ما. قالب ترس‌های ما رو می‌ریزه. به جای اینکه ما دیگه نگران این باشیم که نکنه فلان رهبر بیاد و نقض بکنه حقوقی رو برای ما، نکنه فلان حزب بیاد و نقض بکنه حقوقی رو، خب ما خیالمون تا حدودی راحته که کنشگرانی هستند، حقوقدانانی هستند که پاسداری می‌کنن از اینکه حقوقی که نوشته میشه در کتاب قانون برای ما به عنوان نقشه راه آینده مزین باشه به موازین حقوق بشر، که این به نظر من امنیت برای ما. من خیلی فکر میکنم که خوشبخت هستیم از این جهت که
اصرار میکنیم برای اینکه حقوق بشر سند بالادستی باشه و اگر چیزی کمتر از حقوق بشر باشه ما به اون رأی نمیدیم. این بسیار مهمه. دو اینکه بر اساس تفکیک قوا، بر اساس نظام پارلمانی که ما همه اون رو میخوایم، یعنی دموکراسی، صندوق رأی بدون نظام پارلمانی، بدون پارلمان هایی که واقعا مجهز به تفکیک قوا هستن که خب کار نمیکنه، که ما باید حتما یک دادگاه قانون اساسی هم داشته باشیم. این بسیار ضروریه که هرگز احزابی که به اکثریت میرسن نتونن دوباره بر اساس رأی اکثریت، رأی جمهور، رأی اجماع، در واقع تعاریف مندرآوردی رهبران خودخوانده دست ببرن توی در واقع این قانون اساسی که ما میخوایم بر اساس حقوق بشر نوشته بشه، که هرگز اجازه نده به هیچ اکثریتی که تبعیضی رو روا بداره برای اونها که به صورت تاریخی یا به صورت سیاسی اجتماعی از امتیازات بی بهره بودن. من فکر میکنم از نظر ملی برای ما حقوق بشر امروز یک نگاه سیستماتیکه که خیلی مهمه، امنیت برای ما درست بود. اما از نظر بین المللی خیلی مقاله راجع به این نوشته شده، به نظرم هم خیلی جالبه. این مقاله ها معمولا توضیح میدن در پرسش به چنین پاسخی که آیا حقوق بشر واقعا یا مثلا سازمان ملل ضمانت اجرایی داره در عرصه بین الملل، آیا واقعا حکومت ها و کشورها، دولت ها ببخشید، حکومت ها کلمه غلطی، آیا دولت ها خودشون رو موظف به رعایت حقوق مثلا بشر میکنن وقتی میخوان به جایی حمله بکنن، جنگ بکنن؟ تجربه در واقع تاریخی کشورها نشون داده از اونجایی که نگران افکار عمومی هستن، از اونجایی که غالبا لاف دموکراسی و لاف حقوق بشر رو میفروشن، به نوعی التزام کیفی دارن، حداقل در وجه شعار فروشی، یعنی نگران این هستن که بدنام بشن. بنابراین نشون داده، تجربه کشورها نشون داده که حتی وقتی میخوان نقضش بکنن صراحتاً اعلام نمی کنن که دارن نقضش می کنن. به نوعی گویا که در یک پذیرش جمعی هستن که گویا کسی نباید حقوق بشر رو در واقع نقض بکنه. اما چیزی که وجود داره ما نمیتونیم بهش دل خوش بکنیم، ما باید کنشگری خودمونو بکنیم. غلظت حقوق از هر نوعی در روابط بین کشورها به اون اندازه ای نیست که در روابط داخلی ما میتونیم، چون ضمانت اجرا ما نداریم، ما افکار عمومی رو داریم، افشاگری داریم و چیزی هم غیر از این رو نداریم قطعا. بیش از این به نظرم توقع بیجاست. راجب هنر، برای هنر مرجان، من شخصا گفتم، یعنی من که نه، من از اون نهله فکری که در واقع دارم ازش صحبت میکنم، معناسازی یک ایراده، خودش اسلوبه، تعریف دادن ایراده، تعریف ساختاره، میبنده، سانسور میکنه، خفه میکنه، از تجربه میکاهد، جهان هستی تعریف پذیر نیست. اتفاقا هنر برای هنر شالوده شکنیه دیگه، داره تمام ارزش داوری ها رو میشکنه. مثلا همین، حتی این نگاهی که من دارم شاید خیلی الیتیسیستی باشه، حتما هنرمند باید کنش بکنه، حتما این حتما ها رو اگر بشکنه حتما اعتراضیه و ارزش داره. همینقدر که ارزش داوری های گستره فرهنگی رو بشکنه، ایجاد پرسش بکنه، این عالیه. سپاس از خانم زمانی عزیز و مرجان عزیز. جناب رایی رو میشنویم. دوستان براشون مایک رو آزاد کنید. بله، خیلی ممنون خانم مهبودی و همینطور خانم زمانی. ببینید، من صحبت شما رو که گوش کردم، در بحث‌های زیادی برای من پیش میاره، در موارد زیادی هم تفاوت دید دارم با شما، خصوصا در مورد این جنبه فرهنگی ژن. حالا از اون بحث میگذرم به خاطر اینکه بحث ما رو میبره در یه جایی که بحث اصلی ما نیست، که همون دموکراسی هستش. بنابراین برمیگردم به اون قسمت اول توضیحاتی که دادین، و اون این هستش که شما معتقد هستین که الگوهای فکری مختلف وجود داره، پارادایم های مختلف وجود داره، الگوهای فکری مختلف وجود داره، و بنابراین مردم در واقع نمیتوانیم یک فکر جمعی برای مردم قائل بشیم. دلیلش هم این هستش که افکار مختلف با الگوهای فکری مختلف وجود داره. در فرانسه جمهوری چهار، الان جمهوری پنجم هستیم در فرانسه،
جمهوری چهارم شکست خورد به علت همین مسئله تفاوت‌های فراوان فکری، تفاوت‌های فراوان الگویی، و کار به جایی رسید که هر چند ماه یه بار حکومت عوض می‌شد، تا می‌آمدن یک کاری رو دوباره شروع بکنن یک دور دیگه می‌افتاد و بنابراین جریان سقوط پیش اومد. مجبور شد جنرال دوگل، مجبور شد یعنی این پیشنهاد رو داد که ما قانون اساسی رو عوض کنیم و قانون اساسی پنجم رو بذاریم که در آن رئیس جمهور هستش که تصمیم گیرنده اصلی است، به این صورت که نخست وزیر رو میذاره، سیاست هایی رو که خودش میخواد نخست وزیر اجرا میکنه و مجلس هم اکثریت پیدا میکنه و نمایندگان با اون مسائلی که رئیس جمهور میخواد و قوه مجریه میخواد رأی میدن، در واقع هماهنگی بین قوه مجریه و قضاییه و زیر نظر رئیس جمهور میشه. میبینید که دوباره باز هرمی هست و باز اقتدار شخصی هست بر شخص دیگه. پس بنابراین این که ما راه حل پیدا نکنیم برای این که این الگوهای مختلف وجود دارن، خودش خلایی رو ایجاد میکنه که ایجاد در واقع سقوط و بحرانهای بسیار فزاینده میکنه و اصلا جامعه رو میپاشونه. پس لازم میشه که به یک نکته اساسی توجه کنیم به نظر من، و اون این هستش که قرن بیستم قرن شکست همه ایدئولوژی ها بودن، تمام ایدئولوژی ها بدون استثناء، به علت که همه اینها ایدئولوژی های بر مبنای تضاد بودن و تطبیق ندارن. ایدئولوژی های بر مبنای تضاد با حقوق انسان که یک مجموعه کامل، یک سیستم کامل و غیر قابل انشقاقه. پس راه حل خود حقوق هست به عنوان یک سیستم، یعنی دولت لازم میشه که حقوقی باشه، لازم میشه که یک فکر سیاسی، یک گروه سیاسی موقعی که وارد دولت میشه، هرگاه الگوی فکریش و افکارش و نظراتی رو که داره در تناقض با حقوق باشه، به نفع حقوق کنار بره، به نفع حقوق خود رو تصفیه کنه. پس راحل حقوق هست، نه به عنوان فقط ضمانت کننده، بلکه به مفهوم راحلی که بشر براش باقی مانده و راحلی که همواره راحل بوده، و خارج از این میفتیم توی تضاد. یعنی در واقع مجموعه حقوق در مقابل تمام ایدئولوژی‌های تضادی قرار میگیرن. و در اینجا به یک نکته دیگه رو توجه میکنم که آخرای صحبت خانم زمانی بود، و اون این استش که ما تعریفی نداریم، تعریف مشخصی نداریم. به معنی که اینجوری فکر کنیم، در واقع یعنی که هر جو مرجوع وجود اومده، بشر راحل داره، بشر تعریف داره، اما اگه تعریفی داره، این تعریف همیشه نسبی است و قابل کامل شدنه. اگر در تعریف در فضای آزادی باشه، یعنی در فضای حقوق باشه، این خود رو تایید میکنه و در واقع هر تعریفی مثل پوسته درخت میمونه که میاد نقد میشه و پوسته دیگه بهش اضافه میشه، اما همواره این تنش باقی میمونه. اما موقعی که میایم توی فضای قدرت، تو فضای تضادها، تو فضای ایدئولوژی‌های قدرت فکر میکنیم، دمدمه مزاجی پیش میاد. این تعریف امروز قبول داره، اما خود قدرت خودش همون تعریف خودش زیر پا میذاره. پس تعریف پذیر بودن یا نپذیر بودن به این بستگی به این داره که در کدوم فضای فکری فکر میکنیم. اگر بر مبنای حقوق فکر میکنیم، حتما تعریف های ما ناقص هم باشن به طرف کمال میرن، اما به معنی که در فضای قدرت فکر میکنیم، تعریف های ما بر اساس منافع قرار میگیرن، در فضای قدرت بر اساس حقوق قرار میگیرن. حقوق تعریف جهانشمول دارن. حق یعنی چی؟ یعنی قاعده جهانشمول، تعریفی جهانشمول که کهنه نمیشه، پایداره، برای همه است، تبعیض درش نیست. این طرف منفعت قرار داره و در واقع بر اساس منفعت ها میخوان تعریف ها رو پیدا کن. هیچ منفعتی نیست که تعریف جهان شمول داشته باشه، و بنابراین موقعی که تعریفی جهان شمول نداریم، جنگ افتاد دو ملت پیش میاد، طبیعی هم است. به این علت که ما آمدیم حقوق رو جایگزین کردیم با منفعت، و شدنی نیست. به این علت است که ایدئولوژی ها شکست خوردن، که نتونستن بر مبنای بر شالوده حقوق مفاهیم جهان شمول خود رو بیان کنن. پس بنابراین لازم است که به یک مسئله بسیار مهمی توجه کنیم. اگر مبناهای مشترک برای همکاری پیدا نکنیم، دچار اگالیتاریسم میشیم.
دوچار استبداد آزادی میشیم. یعنی اختلافها رو میدونیم، نقاط اشتراک رو نمیدونیم. پس و اگر در این رابطه ها دوستی رو رعایت نکنیم، حق معنوی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود نداره، اعلامیه جهانی حقوق بشر ناقص وجود نداره، حق دوستی حقیست که رعایت تمام حقوق هستش. منی که تمام حقوق رو رعایت میکنم به خود میگویم نقاط مشترکی هست که بر اساس این نقاط مشترک، این معیارهای مشترک، من و خانم زمانی و دوستانی که در اینجا هستیم با هم میتونیم بر روی نقاط اشتراک خودمون فکر کنیم. اما تفاوت دید هم داریم، تفاوت مدلیته ها هم داریم، تفاوت در واقع زاویه ها هم داریم، اون رو هم میپذیریم. شما خود رو هم حقه و حق دوستی به این صورت که من و خانم زمانی و دوستان با هم داریم صحبت میکنیم، به جای نقد عقیده ترور شخصیت هم دیگر رو نمی کنیم. نمی گویم چون خانم زمانی این گونه گفت به این علت خوب است یا بد است، این غلطه، این میشه ترور شخصیت. خانم زمانی در این موقع مورد نظری داره، من یه نظری دارم، این نظرها هم دیگر رو نقد می کنن. هیچ کدوم از این نقدها هم حکم ایجاد نمی کنه، حکم نهایی ایجاد نمی کنه. اما هر کدوم از اینها می توانن با هم دیگه ارتباط نقد، دوباره نقد و دوباره نقد و همواره باز باقی ماندن گفتگو رو داشته باشن. پس بنابراین به این نکته لازمه توجه کنیم که حقوق هرگاه مبنای عمل قرار نگیره هیچ تضمینی وجود نداره. انواع اقسام سازمان ها رو درست کنیم و بنابراین موقعی که گفتیم حقوق، منظور ما از مجموعی از حقوق انسان، حقوق طبیعت، حقوق ملی، حقوق شهروندی و حقوق هر جامعه در جامعه جهانی هستش. اینها با هم لازم میشه که قرار بگیرن. و موقعی که از اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت میکنیم، از 30 ماده، حالا با تفسیرهاش 30 و چند ماده در نظر بگیریم با زیربندهاش، لازمه توجه کنیم که حقوق دیگه هم وجود داره که اون حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست. حق شاد زیستن به عنوان مثلا در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست. دستوری که از مبناهای اساسی زندگی هست، انسان ها حق دارن شاد باشن. انسان ها اجازه ندارد قدرتی که برای اونا سرنوشت تعیین کنه که اونا رو دچار افسردگی کنه. خیلی ممنون، مرسی. سپاس جناب رایی عزیز به خاطر توضیحاتتون. ما میشنویم خانم زمانی رو. قبلش دوستان لطفاً اگر براتون مقدور هست دوربین هاتون رو باز کنید تا اونجایی که ممکن هست، چون که ما لایو داریم و افرادی هم که دارن آنلاین ما رو میبینن یا براشون مقدور نیست که بخوان شرکت کنن، سوال بپرسن، میتونن سوالاشون رو از طریق کامنت بپرسن که من اینجا خدمت خانم زمانی میگم. میشنویم پاسخ شما رو خانم زمانی. خب ممنونم از توضیحاتتون. من بحثم رو اصلا با این سوال شروع کردم که اهمیت حقوق بشر چیه؟ و اونجا توضیح دادم که تمام سازوکارهایی که به نام دموکراسی، به نام ساختارهای سیاسی فروخته میشه، اگر سند بالا دستی حقوق بشر نباشه و التزام به حقوق بشر نباشه، قطعا تبعیض دو مرتبه انجام میشه. برای اینکه اون لاف دموکراسی در واقع چیزی نیست جز حزب و حزب بازی. بنابراین من این ادعا رو در تایید اهمیت حقوق بشر به عنوان یک سند بالادستی که الزام داره که سیاست مداران و کتابهای قانون بهش بپردازن اعلام کردم همون ابتدای صحبت. اما با این فرمایش شما در توصیفش همدلم، اتفاقی رخ داده در توصیفش هم دارم، اما در صورت بندیش من جزئیاتی رو ارائه میدم. شما اگه دوست داشتین باز روی اینا کامنت بدید. ببینید، بین فلسفه سیاسی و پارادایم های سیاسی و احزاب سیاسی تفاوت هست. احزاب سیاسی ممکنه به نام لیبرالیسم بیان فعالیت بکنن، ممکنه به نام آنارشیسم فعالیت بکنن، ولی بین اون فلسفه ناب سیاسی آنارشیسم تا اون چی که در بافتار فرهنگی یا اجماع فعلی نخبگان و کنشگران سیاسی
بر اساس ضرورت تاریخی و بستر در واقع امکانی اجماعی بر اساس مفاهیم حالا اون اندیشه سیاسی صورت میگیره گزینشی است. بر همین کلمه دیسکورس تولید شد. کلمه دیسکورس تولید شد که نشون بده فاصله وجود داره بین مثلا فلسفه سیاسی لیبرالیسم تا برداشت نخبگان در اون بستر، برداشت زبانی، چطور در پیچ و تاب زبان انداختنش. این مهمه. ما میتونیم درباره دیسکورس های مقطعی احزاب صحبت بکنیم و احزاب رو به چالش بکشیم که کجا اون نهله ها و فلسفه های سیاسی رو به مبانیشون دقت نکردن که در شکل حزبی مثلا به اون مدینه فاضله خودشون نرسیدن. این بحث مهمیه. یعنی تمام دغدغه فیلسوفان سیاسی با عملگرایان سیاسی همین حد فاصل هست که ادعا که مثلا یک کسی میگه من کنشگر لیبرال هستم، آیا واقعا داره مفروضات اون فلسفه رو اجرا میکنه یا در دیسکورس در واقع انداخته و برداشت زبانی خودش رو داره. اینا مهمه. راجب تعاریف همچنان پست مدرن ها بر سر این هستند که اندیشه پست مدرن که اتفاقا پشت قالب، یعنی در واقع متا نراتیو، بنمایه فلسفه سیاسی چپ، متدولوژی چپ، متدولوژی راست، متدولوژی محافظه‌کاری، پست مدرن ها توضیح میدن که همه این متدولوژی ها اگرچه که بر مبنای یک توصیف درست شکل گرفتن، بنمایه هاشون اگر جهان شمول نباشه وارد اون تضاد نمیشن که شما میفرمایین به درستی. بنمایه هاشون خیلی مهمه و پست مدرن ها اینجا به اصلا ساختار و بافتار اندیشه مدرن ایراد میگیرن. میگن هرگاه شما اعتقاد داشته باشین که خط فکری وجود داره و مثلا اگر کسی امروز با این پدیده اجتماعی مواجه شده، کس دیگری هم مواجه بشه، همین رو میبینه و در تعاریف شما قائل به سنت‌های فکری باشین، تعریف خطی قائل باشین، تعریفگرا باشین، این یعنی شما مدام بنمایه های فرهنگی رو تولید میکنی که حذف میکنه همه رو. بنابراین پاسخ در این نیست. اینو من نمیگم، لیوتار میگه، بودریار میگه، الان دقیق توضیح میدم که توی چه در واقع مصداقی اون وقت اینو میگه که بتونیم اپلای بکنیم. میگن که بهترین کاری که ما میکنیم اینه که تعریف زدائی بکنیم. هر تعریفی دو مرتبه حذفیه، تعاریف تیکه‌ای هن، برشی هن. اصلا متدولوژی در واقع مدرن اینه. مدرن ادعاش این هست، مدرنیزم، که شما مثلا یک فاصله ای رو با پدیده ها رعایت میکنین، انسان بودن خودتون کنار میذارین و بعد میتونین به واقعیت دسترسی پیدا کنین، تازه به حقیقتش هم میتونین دسترسی پیدا کنین. یعنی لافی از این بزرگتر ما نداریم. پست مدرنا خب همه اینا رو توضیح میدن و میذارن کنار. اما جواب چه بکنیم؟ با تعریف که دو مرتبه ما حذف میکنیم، برشی رفتار میکنیم، جهان رو تیکه میکنیم و میخوایم همه چیز رو حالا بر مبنای این تیکه فعلی، تیکه های بعدی رو حتی پیش بینی بکنیم. انقدر متدولوژی مدرنیزم خطرناکه. کار توافق میکنیم. پست مدرن ها همین فرمایش شما رو به خودشون ایراد میگیرن. میگن که درسته ما مدرنیزم رو نمیخوایم، ولی پست مدرن هم ما رو با این مسائلی که شما فرمودین مواجه میکنه. دیگه با انواع تعاریف گله‌گشادی مواجه میشیم که اجماع دیگه بر سرشون نیست. نه، در واقع پارادایم متا مدرنیزم رو معرفی میکنن. میگن باشه، امر سیاسی مبتذله. این مهم. یعنی وقتی ما احزاب رو در مرجعیت میدیم برای جریان سازی، اونا میگن امر سیاسی مبتذل، امر سیاسی به زیست اهمیت نمیده. ما زیست رو میخوایم، ما زیست متکثر رو میخوایم. افراد باید در تعریف و تجربه بیکران و راحت باشن. خب ولی در مورد امر سیاسی چه کار بکنیم؟ منابع ما کمه، منافع ما نمیتونه، باید تجمیع بشه، بالاخره یه راه حلی باید داشته باشیم. میگن متا مدرنیزم رو بذاریم. چی کار بکنیم؟ خوبی های مدرنیزم رو برداریم. مدرنیزم چسب اجتماعی داره، مثلا حقوق شهروندی،
الان ما هویت‌های متکثر جنسی داریم، آیا اینها باید سیاسی بشن؟ نه. حقوق شهروندی مثلا اینجا بشه کسب اجتماعی، اون فرمایش گرانقدر شما دوستی بشه کسب اجتماعی، پارادایم متامودرنیزم بیاد خوبی های مدرنیزم رو در یه وجه گزینشی برداره با نگاه به اینکه امر سیاسی مبتذله، امر سیاسی به زیست اهمیت نمیده. این مهمه. امر سیاسی در نهله‌های سیاسی زیست رو تعریف میکنه و میدوزده. کارگر زندگیش دیگه مهم نیست، کارگر باید در خدمت سرمایه‌داری باشه. آنارشیست خب دیگه اصلا به ساختار تن نمیده، هر ساختاری به شر شناخته میشه. برای این که بالاخره ما به زیست هم بتونیم برسیم، این پارادایم ها قرار شد که خوبی های خودشون رو بدن و اون بخش های بدشون، مثل لاف در واقع جهان شمولی که مدرنیزم خیلی این لاف رو فروخته. یه نکته دیگه هم بگم، اینو من از لیوتار خیلی دوست دارم. فوکو این خیانت رو به تاریخ ما کرد، شاید به در واقع تاریخ های دیگه هم کرده باشه، که به افراد گفتش که اگر شما صدای فروخورده ای دارین، صرفا اون رو به پیچ و تاب سخن بندازین، همینقدر که شما در سخن متولد شدین، اوکی اون پارادایم مشروعیت داره و میتونین که به سمتش برین. لیوتار میگه نه، همچین چیزی نیست. تمام پارادایم ها متانراتیو های حذفی دارن، تمام پارادایم ها دیگران رو حذف میکنن. چی کار بکنیم؟ پارادایم هایی رو تولید بکنیم، همون فرمایش شما که گفتین که قابلیت کامیونیکیشن داشته باشه. یعنی من هر پارادایم که تعریف میکنم آماده ی این باشه که تعریفش رو یک جایی بشکونه که بقیه هم توش جا بشن. این یه نکته. یه نکته دیگه هم خواستم بگم، فکر میکنم خیلی مهم بود. حالا فعلا بسنده میکنم. حالا یه نکته مهمه. مرسی خانم زمانی. فقط مسئله اینه که موضوعمون هم مردم سالاری و حق انتخاب بود. حالا چه دوستانی که سوال میپرسن، چه خانم زمانی شما که دارید پاسخ میدین، در سوالها و پاسخها اگر این رو محور قرار بدیم و حول این هم جلو بریم، فکر میکنم خیلی خوب باشه، چون بسیار از افرادی که توی جلسه ما شرکت کردن برای این عنوان بوده و حول این عنوان دوست دارن که نظریات چه شما چه افراد دیگه که الان حضور دارن رو بشنون. جناب شفایی دستشون بلند، دوستان مایک رو آزاد کنید تا بشنویم صحبت هاشون. سلام دوستان، خسته نباشید. من خب بحثی که مطرح از صحبت میشه سرکار خانم زمانی موضوعای جدیدی رو مطرح میکنن، خب به هر حال بحثای خوبیه، قابل صحبته. من یکی دوتا جا با ایشون اینه از نظر نگاهی مشکل دارم. یکی این که ایشون دموکراسی رو یه لاف میدونن، در صورتی که من دموکراسی رو یک روش آرمانی برای رسیدن به حقوق همه هست. چون در دموکراسی تعریف بر اینه که هر کسی هم خودش میتونه در واقع مسئولیت پذیر باشه، هم میتونه مسئول خودش انتخاب بکنه و بتونه نظارت داشته باشه، که نیاز به این داره یک آگاهی جمعی وجود داشته باشه که بتونیم به اون دموکراسی ایدئال برسیم. شکل دیگه هر جوری بخوایم تعریف کنیم، در واقع به زمان حال قاعدتاً دچار مشکل خواهیم شد، چون هنوز اون فرهنگ دموکراسی یا مردم سالاری جا نیفتاده و تعریف کامل برای همه نشده. این یه موضوع است. مطلب دوم اینه که بحثی است در رابطه با حقوق بشر. ما همین الان نمیتونیم حقوق بشر رو به عنوان یک معیار قرار بدیم، اما میتونیم به عنوان یک موضوع اصل قرار بدیم. برای چی؟ برای اینکه یک حقوق بشریه که 73-74 سال عمرش گذشته و قرار یک فرهنگی رو تغییر بده که قرنهاست همه هم دیگه رو کشتن و قرنهاست هر که بیشتر میکشته بهتر بوده یا هر که بیشتر خیانت میکرده قهرمانتر بوده. پس این وجود حقوق بشر که نشانه ای برای آگاه کردن ذهن فرد هستش. یعنی اگر یک جمعیت مثلا فرض 8 میلیاردی رو نگاه بکنی، نیاز داره ذهن همه رو آشنا بکنه و این زمان بره. زمانش میتونه 500 سال باشه، چون باید یک تغییر فرهنگی ایجاد بشه.
توقعمون رو از خود حقوق بشر در حدی بیاریم که الان قدم به قدم بتونیم باهاش بریم جلو. همونطور که اگر قرار روزی به دموکراسی به عنوان یک جریان فکری، یک روش مدیریتی اگه نگاه بکنیم، بتونیم باز قدم به قدم به اصولش برسیم. اصول هر دو اینا شناخت و آگاه شدن به حقوق ذاتی، حقوق شهروندی، دقیقاً میتونه پایه این حرکت ها باشه و یه آگاهی جمعی. من به هر حال راجع به این دوتا قضیه نظرم این بود و چون دیدم شما حتی اون کلمه لاف رو من اصلا نپسندیدم، اصلا نوع کلمه رو نپسندیدم و به هر حال نظر شماست، منم نظرم رو گفتم و هستم در خدمتون. حتی بحثای دیگه داشتم، میخوام بیشتر دو دقیقه سه دقیقه نشه. سپاس جناب شفایی، ما میتونیم باز توی دور بعدی در خدمت شما باشیم و دوستان دیگه‌ای که سوالی دارن یا مبحثی دارن میتونن هم دستش رو بلند کنن هم توی چت بذارن. من حواسم هست و سعی میکنم که از خانم زمانی بپرسم. ما تقریبا خانم زمانی 35 دقیقه فرصت داریم و من دوست دارم که توی این 35 دقیقه به یک جنبندی خیلی خوب برسیم، هم در مورد عنوان و هم بحثایی که تا الان دوستان پرسیدن و شما پاسخ دادین. ما در ابتدا کامنت و نظر خودتون رو در پاسخ به جناب شفایی میشنویم و بعد میریم سراغ صحبت‌های بقیه دوستان و همکاران. بفرمایید. ببینین، من بازم میگم امیدوارم گوش بکنین، چون من اهمیت حقوق بشر رو به عنوان یک سند بالادستی که در واقع بافتار فرهنگی کشورهایی مثل ما اصلا مبنای این قانونگذاری رو قطعا حداقل در ساحت قانونگذاری هنوز به اجماع درش نرسیده، ولی من مطمئن هستم که مردم ما میشناسن حقوق بشر رو و اتفاقا برای ما حاشیه امن هست. من به عنوان یک ضمانت برشمردم در ابتدای صحبتم و گفتم که سند بالادستیه، یعنی باید ارجاع داده بشه بهش و هیچ کدوم از ساختارهای به اصطلاح دموکراتیک و سازوکارهای دموکراسی نمیتونن بدون قانون اساسی که مزین باشه به حقوق بشر قدم از قدم بردارن. تمام نقشه راه ساختارهای سیاسی حقوقی رو قانون اساسی تنظیم میکنه و تعریف میکنه. اگر ما قانون اساسی هایی رو بنویسیم که درشون ایراد داشته باشه، اگر خودمون رو با ایده دموکراسی بکشیم مادامی که قانون اساسی به عنوان نقشه راه اون رو ضمانت نکنه، نمیتونیم بهش برسیم. راجع به دموکراسی در زبان شناسی و در نشان شناسی، وقتی که من کلمه دموکراسی رو استفاده بکنم با وقتی که مثلا شراره عزیز مفهوم دموکراسی رو استفاده کلمه دموکراسی رو استفاده بکنه، شما باید قطعا مطمئن باشین که مراد من از دموکراسی با مراد شراره عزیز از دموکراسی متفاوت. اینها مفروضات نشان شناسی و زبان شناسیه. دالهایی که من بهار در بستر فرهنگی که درش پرورش پیدا کردم و مدلولهایی که استفاده می کنم اشاره ای نداره به دالها و مدلولهایی که شراره استفاده می کنه. بنابراین اگر ما نخواهیم پارادایم محور دلالت‌های مفاهیم رو نگاه بکنیم و جدی بگیریم، این میشه که یک اصلاح طلب میاد به ما میگه که من میتونم دموکراسی برای شما بیارم و دموکراسی یعنی صندوق رأی و ما هم هول میشیم میریم بهش رأی میدیم. او به ما بگه که من حقوق بشر برای شما میارم و ما هم هول بشیم بگیم خب گفت حقوق بشر، خب گفت حقوق بشر. اما این حقوق بشر در پارادایم او که التزام عملی در قانون گذاری به ولایت داره مثلا چه مصداقی میتونه داشته باشه؟ او به باز تولید متانراتیو و بنمایه فرهنگ خودش برمیگرده. این بحث بحث بسیار مهمیه، بحث بسیار مهمیه. تمامی تعاریف در پارادایم ها در مختصات های فرهنگی تعریف میشن. مثلا اینو من نمیگم، آقای جیجک میگه، آقای لاکلاو میگه، این مهمه. وقتی که شما کلمه دموکراسی رو در پارادایم کامیونیزم استفاده میکنین، یک دلالت برای شما داره در اون پارادایم
وقتی که یک لیبرال استفاده میکنه یک پارادایم داره. همه دالها میتونن توهی باشن، به دال مرکزی برمیگردن. این بسیار مهمه. این بحث من نیست، بحث زبانشناسیه و این هشداره. یه مجموعه مقاله راجع به دموکراسی چاپ شده. اگر که من میگم که دموکراسی این روزها تبدیل شده به یک لاف و حتی غالب اوقات اشتباه به کار میره، مثلا دوستان راجع به امریکا میگن که دموکراسی امریکا قبل از اینکه دموکراسی باشه پولیارشیه، این مهمه. شما قبلا تقسیم قدرت کردین و بر اساس مفروضات تقسیم قدرت رای گیری میکنین. اون رای گیری بی حد و حصری که افراد در ایران اصلاح طلب ها مراد میکنن همچین چیزی نیست. مضاف بر این که در قانون اساسی امریکا انتخاب رئیس جمهور فراجناحی است، میتونه از احزاب نباشه. پس هیچ کدوم از مصادیقی که مراد میکنن از دموکراسی به معنای صندوق رأی که پس اونجا کاربرد نداره. یا مثلا نهادهای مدنی، ما نهادهای مدنی فرمایشی داریم، بنابراین کسی میتونه نهادهای مدنی رو به صورت لاف استفاده بکنه. یه مجموعه مقاله نوشته شده به نام دموکراسی به مثابه وقتی که میرین تو مغازه مثلا پشت ویترین نوشته دموکراسی لطفاً دست نزنید. میگن دموکراسی علل خصوص در امریکا تبدیل میشه به چیزی که خب فقط ویترینه و دست نزنید. چرا؟ به خاطر همون ایرادی که جناب اسمشون به اختصار نوشته شده MR فرمودن که در فرانسه آقای رایی. بله بله آقای رایی گرامی، عذرخواهی میکنم بیدقتی منو ببخشید. این مهمه. دلیل اینکه دموکراسی تبدیل شده در برهه‌های بسیاری به لاف، هر کدوم رو میشه آسیب شناسی کردی، مهمه. در این برهه فعلی دموکراسی تبدیل شد به لاف برای همون نکته‌ای که آقای رایی به درستی فرمودن، اینکه افراد احساساتشون رو به جای باورهایی که باید ولیدیت بشه میخواستن به صندوق رأی بریزن. بنابراین دموکراسی، دموکراتیک بودن داره رشد میکنه. ما اگر برای حوزه خصوصی ارزش قائل نباشیم، برای جامعه مدنی ارزش قائل نباشیم و قبل از همه اینها برای قانون اساسی و آزادی ارزش قائل نباشیم، دموکراسی به راحتی میشه یک در واقع نردبانی که فاشیسم ازش بره بالا، نازی‌ها برن بالا، اصلاح طلب‌ها برن بالا و جمهوری هایی به وجود بیان که شما هرگز نمیتونین با چیزی جز انقلاب پایین بیارینشون. در علوم انسانی دانش و در واقع متن علوم انسانی مدام باید مورد نقد قرار بگیره. بهترین نقدی که این روزها میکنن بهش اینه که این کلماتی که تو این کتاب ها میبینین رو، اینها رو محرز نگیرین که مقدس هستن. باید اتفاقا خیلی گوش به زنگ باشین که اینها در کدوم پارادایم اتفاقا میتونن مضر باشن. مثلا مردم سالاری دینی در یک بستر دینی، مردم سالاری در واقع، آره دیگه اینا میگفتن مردم سالاری دینی، این مثلا کجاش دموکراسیه؟ این که در حقوق شهروندی بهایی رو راه نمیده عملا پس دموکراسی نیست، این لاف دموکراسیه. پس اتفاقا به نظر من لاف دموکراسی برای توصیف این پارادایم فکر میکنم که اتفاقا خیلی تناسب داره. ممنونم. خب جناب رایی، شما گفتید تئوکراسی و الان هم نوبت خودتونه که صحبت کنید. من فکر میکنم میتونید حول همین کلمه و باز کامنت یا صحبتی که دارید رو بفرمایید دوستان، مایک رو آزاد کنید برای جناب رایی. بله خیلی ممنون خانم معبودی. نه این تئوکراسی رو در رابطه با کلمه که خانم زمانی استفاده کردن در واقع دین سالاری در رابطه با اون نوشتم، چون دیدم مکس کردم گفتم شاید منظورشون همین تئوکراسی هست. ببینید من صحبت های شما رو خانم زمانی باتون ارتباط اندیشه خیلی خوب برقرار میکنم و در واقع نکاتی رو مطرح میکنید که میتونم روش صحبت کنم. در واقع از عنوان مثال از پست مدرن ها صحبت کردیم که نقد میکنن دوران مدرن رو. برای اینکه دوستان با هم دیگه روی نکاتی با هم فکر کنیم، به چند نکته در دوران مدرن اشاره میکنم. یکی اینکه پدر، یکی از پدران حداقل دوران مدرن، هگل بودش. ایشون فکر میکرد که هستی در شکم نیستیست، یعنی در واقع ما میتوانیم
در واقع بسازیم این هستی رو در درون نیستی، یا در همین دوران فکر میشه که انسان موجودی خالی است که در اجتماع هویت پیدا میکنه و پر میشه. این توجه نداشت. به یا خانم زمانی در صحبتش اینا چون به هم ربط داره اینا رو تک تک میگم مطرح کردن که در واقع در زمان زبانشناسی این مفاهیم در واقع لازمه که نقد بشه و کامل بشه. توجه داشته باشید که همه مفاهیم رو میشه نقد کرد از نظر زبانشناسی، از نظر هرمونوتیک، اما حقوق رو نمیشه. حقوق مفاهیمی پیش مفهوم هستن، اپریوری هستن و با علم هرمونوتیک و زبانشناسی آنچه که ذاتی است، آنچه که طبیعی است رو نمیشه نقد کرد. بر مبنای همین حقوق طبیعی، یعنی بر اساس همین سخت افزار طبیعی ما هست که میتوانیم مفاهیم بعدی رو نقد کنیم. و بنابراین کسانی میدونید متخصصای همین هرمونوتیک در ایران وجود دارن، حتی در بین مذهبیان وجود دارن و این به نکته توجه نداشتن. پس توجه میکنیم که در دوران مدرن مفاهیمی ساخته شد که این مفاهیم تطبیق نداشته با حقوق، تطبیق نداشته با این محتوای طبیعی انسان، تطبیق نداشته با این مفاهیم ثابت دائمی که خصیصه های گوناگون دارن اما قابل تفسیر فکری بعدی نیستن. خود خود رو بیان میکنن، آفتابی هستن، دلیل آفتاب. اما نمیتونیم بگوییم به این دلیل به این دلیل من حقوق این گوری میفهمم، به این دلیل به این دلیل حقوق این گوری میفهمم. چونه زدنی نیستن، ثابت و پایدارن. درک ما روز به روز ازشون کامل میشه. پس در دوران مدرن این اشتباهی بزرگ رو کردن. مثلا به عنوان مثال فروید اومده در این دوران گفته که مثلا هویت انسان بر اساس خشم است و سکس مثلا. خب این تعریف ربطی به طبیعت نداره. خب موقعی که بر این مبنا میخوام تعریف کنم خب اشتباه میکنیم. اما تعریف ها زمانی که وجود داشته باشند نمیتوانیم تعریف های تقلبی درست کنیم. مثال بزنم، آزادی رو نتونستن در دنیای غربی تعریفش کنن. دانشمندان بسیار هم سعی کردن که تعریف کنن. تعریف کردن آزادی من اونجا تمام میشه، آزادی شما شروع میشه، یعنی قدرت من اونجا تمام میشه، قدرت شما شروع میشه و تعریف های دیگه. اما تعریف آزادی خودش تعریف داره که خود خود رو بیان میکنه. آزادی این همانی با هستی است. هستی هم بر مبنای تمام حقوقه، یعنی آزادی مساوی با همه حقوق. شما این تعریفو حذفش کنید بعد بخواید این رو حقوق رو در دشمن خودش که قدرت از تعریف کنه، خب نمیشه تعریفش کرد. و موقعی که در دشمن خودش در متناقض خودش بخواد تعریف کنید، این تعریف ها پا در هوا باقی میمانن، غلطن، نقد میشن، دعوا میشه، پذیرفته میشه، نمیشه. پذیرفتنی ها هم سلیقه‌ای میشه، ربطی به تجربی نیست. پس عقل ما عقل تجربی نمیشه، عقل نقاد نمیشه، عقل بهانه‌جو و توجیه میشه. عقل توجیهی نمیتوانه مفاهیم حقوقی رو پیدا کنه، برای اینکه این مفاهیم خود خود رو بیان میکنن. این مفاهیم، مثال دیگه بزنم، جمهوری. جمهوری یعنی حاکمیت مردم. موقعی که میگیم حاکمیت مردم نمیگیم حاکمیت بعضی از مردم، میگیم حاکمیت مردم. و موقعی که میگیم از حاکمیت مردم صحبت میکنیم، از توانایی مردم صحبت میکنیم، توانایی که بر اساس اون میتونن ضعف خودشون رو برطرف کنن و بر اساس این توانایی ها می توانن مستقل باشن، دخالت خارجی و داخلی رو نداشته باشن، دخالت قدرت رو نداشته باشن. پس بنابراین استقلال دارن در تصمیم و آزادن در گرفتن نوع تصمیم. و یکی از نکاتی رو که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده نشده اینه که تبعیض نمیپذیرن. تبعیض جرمه. پس بنابراین اگر اینو فکر کنید اینو میذاشتن، این قدرت های فعلی اصلا نمیتونستن بعد 1948 رو حکومت کنن. اعلامیه جهانی حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم 1948 توسط خانم روزولت، همسر رئیس جمهور امریکا، پروفسور چانگ چینی، یه خانمی الان اسمشون یادم رفته هندی و چند نفر دیگه با هم و مهمتر از همه اینها غونه کسن نه فرانسوی نوشته شده که حقوق بشر بعد از انقلاب فرانسه رو مبنا قرار داد برای نوشتن این. و
و بنابراین در این موقعی که نوشتن این حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر رو توجه داشتن به تمام این تبعیض‌هایی که وجود داره. بنابراین تمام این صحبت‌ها رو من خلاصه می‌کنم در یک سوال و یک پاسخ به این سوال. خب چگونه می‌تونیم با هم همکاری کنیم؟ مبنای همکاری‌های انسان‌ها با هم و نهادها و مؤسسات با هم چیست؟ پاسخ این است که هرگاه نهادی حقوقی با نهاد حقوقی دیگر قرار بر ارتباط باشه میتونن با هم همکاری کنن. هرگاه نهادی حقوقی باشه با یک نهادی غیر حقوقی یعنی قدرتمدار با هم قرار به همکاری باشن، همکاری نمیتونن بکنن، برای اینکه درگیری پیش میاد و قدرتمدارانه میشه این درگیری. و هرگاه دو نهاد قدرتمدارانه یک طرف قدرتمدارانه طرف دیگر بخوام با هم همکاری کنن جنگ میشه. پس لازم است که تمام نهادهای انسانی از درون دموکراتیزه بشن و هدف این نهادها خود انسان باشه، پیشرفت انسان باشه. و بنابراین لازم میشه که توجه داشته باشیم که از این دنیای فعلی که رشد رو بر مبنای مرگ طبیعت تعریف میکنیم، مرگ انسان تعریف میکنیم و بر مبنای کلن اصلا مرگ تعریف میکنیم از جنبه های مختلفش دست برداریم و حیات رو جایگزین مرگ کنیم و بنابراین آزادی رو جایگزین قدرت کنیم. قدرت از خودش اصالت نداره، تو رابطه های مسلط و زیر سلطه هست. به معنی بگیم رابطه مسلط و زیر سلطه در واقع داره میگه تبعیض هست دیگه و جرم این تبعیض و اینا رو لازمه برداریم. پس به این نکته توجه داشته باشیم که مفاهیم زمانی که خود رو بیان میکنن حقوقی هستن، تعریف دارن و روز به روز میتوانیم لایه‌ای به اون تعریف و درک فعلی خودمون اضافه کنیم. ولی به محض اینکه آمدیم قدرت رو میخواهیم در قدرت تعریف کنیم، سوداگری فکری انجام دادیم، فکرهای جمعی جبار درست کردیم، دترمینیست پوبلیکا رو درست کردیم، میخواهیم به این وسیله بگوییم این است، شما خودتون رو تطبیق بدید. نه، پیش کاری نمیشه کرد. کی تصمیم میگیره؟ نخبه تصمیم میگیره. کی تصمیم میگیره؟ اولیگارخ تصمیم میگیره. کی تصمیم میگیره؟ فلان خانواده ثروتمند تصمیم میگیره. کی تصمیم میگیره؟ فلسفه سیاسی که بالای دموکراسی هست تصمیم میگیره. همه این بازی ها رو لازمه بذاریم کنار و بالاخره با هم توافق کنیم که میخواهیم با هم به عنوان انسان زندگی کنیم، به عنوان انسانی که شاد هست زندگی کنیم، به عنوان انسانی که میخواهد حقوق رو رعایت کنه زندگی بکنیم یا نمیخواد. مرسی. من آره خانم زمانی شما هم یه جوری کوتاه پاسخ بدین که ما یک نفر دیگه از دوستامون هم مونده که بتونیم برسیم به همه و یک جنبندی هم داشته باشیم. حتما حتما. خیلی ممنونم، خیلی عالی توضیح دادین، فوق‌العاده بود، مرسی. فقط یه نکته بگم، از منظر فمینیزم و اکوفمینیزم ما شما درست می‌فرمایید، ما بدیهیات رو در علوم انسانی مثل بقیه علوم که موضوعشون هرچی که باشن بدیهیات ثابت هستن، درست می‌فرمایید، ولی فمینیزم و اکوفمینیزم حتی به این بدیهیات هم می‌پردازه از اون جهت که این انسان محور بودنشون رو توضیح میده که انسان محور نبوده، مرد محور بوده، طبقه محور بوده، دارایی محور بوده، سالاری محور بوده. میخوام بگم که از این جهت من گفتم که یک نقصی اگر که حقوق بشر داره، اون همین که حقوق رو برای جوامع بشری فقط به رسمیت میشناسه، اکوفمینیزم این نقص رو برطرف کرده که با تعریف فرا انسانی و پسا انسانی ارزش زیست برای حیوان هم قائل شده، برای همین زیر سوال بردن اون زاویه دید. ولی خیلی عالی توضیح دادین، نکته مهمی بود، مرسی. ممنونم خانم زمانی عزیز. باز من برمیگردم به این تایتل و دوست دارم به این مسئله پرداخته بشه، به موضوعی که موضوع جلسه‌مون بود، برای تلاش کردیم ولی از جنبه‌های دیگه بهش پرداخته شد. مهران عزیز شما سوالتون رو بپرسید و باز در خدمت خانم زمانی هستیم و امیدوارم اینجا شما باز با توجه به تایتلمون یک پاراگرافی حالا یه چند دقیقه در خصوص اون هم صحبت کنید. دوستان مایک رو برای آقای مهران اگر آزاد کنید ممنون میشم. سلام عرض ادب، ممنون از توضیحات سرکار خانم زمانی عزیز. یک سوالی دارم که دقیقا در خصوص با همین تایتل
جلسه هست، یعنی مردم سالاری. حالا اون بحث حق اعتراض و انتخابو که دیگه اصلا فکر نکنم زمانی بشه و همه دوستانم حتما به موضوع اشراف دارن. خب مردم سالاری در حقیقت برونداد دموکراسی. دموکراسی خانم زمانی فرمودن که یکی به دموکراسی اعتقاد داره، یکی به لیبرال اعتقاد داره، اگر من درست شنیده باشم. یه سوالی من اینجا دارم در خصوص همین دقیقاً موضوع بحث همین جلسه‌ای که داریم. دموکراسی در حقیقت توی تاریخش از وقتی که واژه‌اش به وجود اومد، حالا خودش که تعریفش کلاً یعنی آزادی حکومتی که بر پایه آزادی اجتماع و آزادی بیان باشه، اما همین جور که رفتیم جلو در حقیقت محصول زایش سه چیز بود. حالا اگر من اشتباه میگم تصحیح بفرمایید. محصول زایش هیومانیسم، انسانگرایی، یعنی فرهنگ هیومانیستی، یعنی انسان محور بودن جامعه، توجه به نوع انسان. محصول لیبرالیسم، یعنی ترجیح آزادی فردی بر اهداف سیاسی. و همچنین محصول سکولاریسم، یعنی جدایی دین از سیاست یا جدایی دین از دولت یا حکومت. و در حقیقت زایش این سه تا مفهوم دموکراسی رو به وجود آورد که فکر میکنم اکثر مردم دنیا هم الان بهش اعتقاد داشته باشن. یعنی جامعه ای مردم سالار میشه که در واقع بیاد دین رو از سیاست جدا کنه، چیزی که همین الان ما تو جامعهمون میخوان و توی اروپا تو رنسانس اتفاق افتاد، بیاد آزادی های فردی رو بر اهداف سیاسیش ارجح بدونه و همچنین بیاد اون فرهنگ به قول معروف لیبرالیسم رو گسترش بده. من میخوام بدونم آیا مرزی وجود داره بین لیبرالیسم و دموکراسی، چون خودم معتقد هستم که لیبرالیسم زیر شاخه دموکراسیه و در خصوص مردم سالاری دینی هم فقط یک تعریفی که از جمهوری اسلامی هست اینه که میگه که کنترل جامعه باید در حوزه سیاسی توسط افرادی صورت بگیره که نمایندگان مردم هستن و مطابق با آموزه‌های مذهبی و سیاسی در حقیقت میان خط مشی مردم رو تعریف میکنن. من میخوام ببینم اصلا مردم از نظر اینها کی هستن. خیلی ممنون که وقت رو در اختیار من دارم. سپاس مهران. میشنویم پاسخ خانم زمانی. مهران گرامی، خیلی نکته های مهمی هستن ولی جوابای ساده ندارن. یعنی ما نمیتونیم الان مثلا خیلی راحت بگیم این گزینه نه اون. بیشتر توضیحی هستن. چک اند بالانس باید وجود داشته باشه. هر تعریفی بکنیم میتونه بگریزه وقتی بخوایم کیفیت سنجی بکنیم. من واقعا به این اعتقاد دارم. بخوایم ببینیم جمهوری این سلطنت ولایت فقهی نگاهش به مردم چی هست وقتی که مفهوم یا عبارت مردم سالاری دینی رو استفاده میکنه. خب شیعه ولایت محور یعنی این که مردم ارادهشون رو، جان و مال و ناموسشون رو تفویض میکنند به ولی فقیه. بنابراین مردم سالاری دینی مساویست با حکومت مطلقه مجتهد یا همون ولی مجتهد مجتهدی، همون ولی فقیه. در واقع یک دور باطله. من اینطور میفهمم. تجربه هم نشون داده که همین بوده. یعنی جمهوری اسلامی به هر حال همین رو اجرا کرد. اما راجع به این که دموکراسی زائیده سنت لیبرالیسم هست، بله درسته. برای همینه که اگر در پارادایم های دیگه استفاده بشه که پیش از این که راجع به همونطور که شما گفتین اصلا دموکراسی برای این اومد که دموکراسی یک نهله انتقادی بود. من برای همین همیشه به چپ ها میگم، به چپ های فرانکفورتی نه، به چپ های پسان مارکسیزم نه، به چپ های کلاسیک خودمون در ایران و کمونیست ها در واقع بهشون میگم شما نمیتونین دوگانه لیبرالیسم باشین. برای اینکه لیبرالیسم خودش یک نگاه انتقادی به محافظه‌کاری بود، وقتی کسانی بودن که به لحاظ تاریخی دارای امتیاز بودن، دارای دسترسی به قدرت در مفهوم کلاسیک، با جایگاه تعریف می شد، با دارایی تعریف می شد. شما اگر جایگاه و دارایی نداشتین به صورت تاریخی، پس جایگاه نداشتین، قدرت نداشتین، نفع هم نداشتین، مستهلک می شدین. این اومد، این نگاه انقلابی اومد که در واقع تمام امتیازها رو
ساختارشون رو بشکنه، مشروعیتشون رو از بین ببره و نفع برابر، جایگاه برابر برقرار بکنه. بله، ارزشمنده اگر تو پارادایم لیبرالیسم استفاده بشه، چون لیبرالیسم وضع بشر رو برابری در تولد میدونه، نه تاریخ. تاریخ رو لحاظ نمیکنه. تفاوتش با محافظه‌کاری همینجاست. ولی نکته که وجود داره، من کلمه مردم سالاری رو همیشه نمیخرم، برای اینکه ممکنه قبیله بربرها هم تصمیم بگیرن در نظام مردم سالاریشون یه فرهنگی رو پیاده بکنن که بقیه جوامع رو بخورن. مردم سالاری، جمهور مردم، اجماع مردم در چه بافتار فرهنگی؟ نه، مردم سالاری کلمه مقدسی نیست. من نمیگم نه، میگم اینطور مطلق نمیشه بهش نگاه کرد، باید مزینش کرد، باید ساز و کارهایی براش سنجید که کیفیتش رو اونجور که ما مراد میکنیم اجرا بکنه. بنابراین اگه من بخوام بین کلمه مردم سالاری و حقوق محوری به عنوان یک چیزی که اول اگر این باشد اون رو کنترل بکند، منم مثل جناب رایی حقوق محوری رو انتخاب میکنم به عنوان سند دست بالایی که مردم سالاری ها در اجماعی نیفتن که باز دو مرتبه مرتکب جرم تبعیض بشن. حتی در بافتار فرهنگی مهمه. آخه فمینیزم نقدی که به مثلا حقوق میکنه خب مهمه، نقدی که به مثلا ساختارهای قدرت میکنه مهمه. شما وقتی از ابتدا در بافتار فرهنگی در ذهن شما کاشته باشن که فلان چیز طبیعی است، شما دیگه اصلا وقت نمی کنی به چیزهای دیگه فکر بکنی، ضرورتی برات نداره، اموراتت داره میگذره. بنابراین من هم خودم رو توی جواب آره یا نه قرار نمیدم. میگم که برای اینکه مردم سالاری به اون مفهومی که ما مراد داریم، به واقع مردم رو حاکم بر سرنوشت خودشون بکنه، نیازمند ساز و کارهایی است. سوال ما مردم سالاری است، اما جواب ما مردم سالاری است. جواب ما اینه، نیازمند ساز و کارهایی است که اگر 10 تا ساز و کار باشه، اگر 100 تا ساز و کار باشه، فعلا مطمئن ترینش برای ما التزام عملی به حقوق همین منشور حقوق بشر، که البته راجع به حیوانات مثلا این چه بلایی میخواد سر زیست فرد، در واقع حیوان بیار، فرد حیوان، من حتی با گونه حیوان کاری ندارم. آیا افراد حیوان مهم هستن از نظر حقوقی؟ وقت اونجایی که ما مجبور میشیم مبنای حقوقی رو هم حتی زیر سوال ببریم، خیلی هم بحثای فکر میکنم ارزشمندین. یعنی جامعه بشری که امروز راجع به تبعیض صحبت میکنه، لایق این هست که تبعیض رو حتی برای جوامع غیر بشری، برای گونه های دیگر حتی به رسمیت بشناسه. سپاس خانم زمانی. و حالا یکی از دوستان اینجا مردم سالاری بر پایه حقوق بشر گفته، اینجا هم دیگه توی این محیطی که ما هستیم این عنوان رو هم اگر انتخاب کردن و داریم صحبت میکنیم، همون مردم سالاری که بر پایه حقوق بشر باشه و حق اعتراض مسئله بود که دوست داشتیم و قرار بود بهش بپردازیم، که خیلی هم حالا کم بهش پرداخته شد متاسفانه. جناب رایی، من دست شما رو ببینم که بالا هست، فقط حواسمون باشه به اون 3 دقیقه و اینکه خیلی زمان کمی داریم به پایان جلسه. دوستان دیگه هم اگر نکته نظری دارن میتونن چه در چت چه دستشون رو بلند کنن که ما پذیرای صحبت‌های ما خواهیم بود. بله، خیلی ممنون خانم محبودی گرامی و همینطور خانم زمانی عزیز با توضیحات مناسب خوبتون. من در رابطه با رابطه دموکراسی و آزادی با لیبرالیسم یه نکته دیگه در توضیحات میخوام بدم که مهم هست. ببینید، مارکس به عنوان مثال یک مجموعه فکری رو ارائه داد، اما مارکسیسم رو مارکس ننوشت، طرفدارانش نوشتن. لیبرالیسم هم در اولش اینی که الان میبینیم نبود، آزادی مؤسسات نبود، آزادی سعی انسان بود. در مقابل فئودالیسم، لیبرالیسم یک فکر چپ بود، مطرح شد که انسان نمیتونه استثمار بشه و یه فئودال تمام دستمایه رنجش رو برداره بخوره و یه بخور نمیری بهش بده. انسان مالک شخص سعی خودش است. پس بر مبنای مالکیت شخصی بود، بر مبنای آزادی انسان بود، بر مبنای استقلال انسان در سعی خودش بود.
برمیز بر این مبنا که انسان مدیر خودش هست، رهبر خودش هست. انسان حق دوستی داره با انسانهای دیگه، انسان حق ترمیم اشتباه داره، انسان حق بهره‌وری از امکانات رو داره و پرورش استعدادهای خودش داره. این لیبرالیسم در ابتداش آمد تبدیل شد به مالکیت خصوصی، یعنی مالکیت شخص مؤسسات، به این صورت که مثلا در طبیعت به این بهانه ها که در طبیعت ندرت وجود داره به اندازگی وجود نداره و بنابراین منابع رو باید یه دی بردارن و بر تولید کنن و کار ایجاد بکنن و یه قشر متوسط بزرگی رو ایجاد بکنن و رفاه عمومی ایجاد کنن. پس لازم توجه داشته باشیم که هر حرکتی اگر در درونش تضاد باشه یا در درونش حرکت‌های ناموزون غیر حقوقی بخوان با حرکت‌های حقوقی همجین بشن، در دینامیک خودش دچار تخریب میشه و به جای اینکه رشد ایجاد بکنه تخریب ایجاد میکنه. ایدئولوژی‌ها متاسفانه از جمله لیبرالیسم دچار این مشکل شدن. پس لازم توجه به این نکته داشته باشیم که موقعی که در رابطه با بحثی که خانم محبودی دوست داشتن ادامه بدیم، و اون دموکراسی هست. دموکراسی در حال حاضر دموکراسی نمایندگی هست. دموکراسی بالاترش دموکراسی مشارکتی هست و باز دموکراسی بالاترش دموکراسی شورایی انسانهایی که توان تشخیص موضوعات مختلف اجتماعی رو دارن که با اون دموکراسی شورایی فاصله داریم. اما دموکراسی‌های نمایندگی تناقضایی در درون خودشون دارن. از جمله این هستش که به نماینده رأی میدین، او بر اساس برنامه‌ای بعد میره هر کار دلش میخواد میکنه. حق تصمیم دست نماینده است. در صورتی که از نظر حقوقی حق تصمیم غیر قابل انتقال هست. هر انسانی نمیتوانه نمایندگی خودش رو منتقل کنه. راه حل بنابراین چیست؟ شما میتوانید نماینده تعیین کنید در همین دموکراسی نمایندگی، اما حق اجرا داره نه حق تصمیم. تصمیم رو جامعه میگیره. در واقع مردم از طریق رسانه ها، از طریق بحث های مختلف، از نظر بحث های تخصصی و از طریق نقد های مختلف تصمیم میگیرن. تصمیم رو این نماینده ها در مدالیته هاش به اجرا میذاره. مرسی، خیلی ممنون. سپاس جناب راهی. و یکی از دوستان روزا جهانی به درستی اشاره کردن که خانم، حالا زمانی من این رو میخونم که شما در پاسخی که میخواید بدید و کامنتی که روی صحبت جناب راهی دارید این رو هم در نظر بگیریم که حقوق سایر جانداران در سایر قوانین بین‌المللی مثل سند 20C و توی کنوانسیون های تخصصی بررسی شده و ما میتونیم به اونها استناد کنیم. این رو هم دوستان به درستی اشاره کردن که شما در پاسخی که میخواید بدید هر دو رو میتونید مد نظر قرار بدید. بله، من در ابتدای صحبتم گفتم که تاریخ بشر مفتخر به این دو سند هست، یکی حقوق حیوانات، یکی هم حقوق بشر. در کنار دستاورد ها فکر میکنم این بزرگترین دستاوردش بوده. من با این همدلم. با فرمایش دقیق جناب رایی هم موافقم. اشاره هم کردم که وقتی ما رو تبدیل به رأی دهنده میکنن، رانت رأی ما رو میگیرن، در صورت که ما فقط ارادهمون رو بهشون تفویض کردیم. با اینم همدلم و موافقم. مرسی از توضیحشون. سپاس خانم زمانی عزیز. جناب شفایی رو میشنویم. دوستان مایک رو براشون آزاد کنید. خیلی ممنون، خسته نباشید. من یه مطلبی رو خواستم یادآوری کنم به عنوان یه دوست. شما فوق‌العاده اطلاعات عمومیتون بالاست، معلومات عمومیتون خیلی زیاده، اما یه مشکل داریم با هم دیگه. مشکلمون اینه که شما انقدر از کلمات ویژه استفاده میکنید که ما باید بریم یه دیکشنری بگیریم، این کلمات رو بذاریم یکی یکی ببینیم منظورشون از این کلم، از این اسم چی هست، که من عامی بتونم متوجه بشم. این اسم ها رو در سخنرانی های بعدیتون در هر جایی که هستید من خوشحال میشم عامیانش کنین، بذارین که من عامی متوجه صحبت های شما بشم. من واقعا یه بخشی از صحبت ها رو واقعا مشکل پیدا کردم، چون 3-4-5 اسم به حالم اومده. حالا تا من اینو تبدیل کنم به اون موضوع، تبدیل کنم به اون موضوع، یه مقداری شکل کار تغییر میکنه. من ممنون میشم به عنوان یه دوست خدمتتون میگم
و به هر حال نه اینکه ناراحت بشید، خواهش میکنم ناراحت نشید، دلخور نشید، چون شما با این همه اطلاعات لازم اطلاعاتتون رو به عوام بدید. من خواهر من جز بچه های کمونیست بود و بعد از انقلاب اومد شیراز و هر روز دم ساختمونا با کارگرا صحبت و فلان اینا. بعد خب موقع که بگیر بگیر شد رفت آمریکا، کاری نداریم. بعد یه بار با هم صحبت میکردیم، گفت من چه اشتباهی میکردم؟ گفت من را میافتادم با این کارگرا 20 تا 15 تا جمع میکردم، هی کلمات قلمب سلمبه کمونیستی رو بهشون میگفتم، اینا فقط نگاه میکردن. بعد من فهمیدم اونا فقط نگاه هیکل من میکردن، یعنی کلمات براشون مفهوم نبود. اینو من راحت صحبت میکنم، ممنون میشم نوعی برخورد کنید که من عامی متوجه صحبت های شما بشم. خیلی ممنونم. تشکر میکنم از خانم زمانی عزیز به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، امروز اینجا در کنار ما بودین. اگر بخواد یک جمع‌بندی در خصوص صحبت هایی که از الان از ابتدا تا الان کردیم انجام بدید، و حالا اگر نظری هم دارید نسبت به صحبت های جناب شفاهی، ما شما رو میشنویم و با توجه به اینکه دوستان هم سوالی ندارن، در یعنی این صحبت پایانی شما خواهد بود و ما ختم جلسه رو بعد از اون اعلام میکنیم. این فرمایش جناب شفایی خیلی فرمایش خطرناکیه، این نگاه پوپولیستی به علوم انسانیه. ما همه لکچرر هستیم، هدف مرجعیت توضیح نیست. ما که میایم اینجا قرار نیست ما رو به عنوان مرجع بپذیرن. سنتی که حداقل من ازشون میام، ما معرف هستیم. علوم انسانی اسمش علمه، به همون اندازه که شما راجع به فیزیک پوپولیستی صحبت نمی کنی، ممکنه از مثال های شبیه استفاده بکنید، ولی در واقع حضور ما در هر جایی به عنوان لکچرر صرفا این هست که معرفی می کنیم، لکچرر هستیم، اسم کتاب ها رو میاریم، برای اینکه از نظر تکنولوژی آموزش تفکر از طریق متن صورت می گیره نه از طریق شنیدن. افراد دعوت میشن که برن و خب در اولین فاز من میتونم که بگم این کمکاری از جمهوری اسلامی بوده که علوم انسانی رو به عنوان یک علم به محاق برده، بهش جفا کرده، از ارزش انداختتش، پوپولیستی کردتش. مهمه که ما بدونیم که اتفاقا انشای علوم انسانی انشای روزمرمون نیست. این مفاهیم، این بدیهیات واقعا دیکشنری دارن، ارزش دارن، این مهمه. اونجایی که جناب رایی گفتن ما باید بر سر تعاریف به یک توافقی برسیم، این تعاریف اتفاقا آشنایی زدایی میکنن. ما در فرهنگ گم شدیم، فرهنگ ها تابوت ما هستن. اینکه دعوت بشیم، زحمت بکشیم، جذب بشیم، بریم، اینو خیلی از در واقع معرفت شناسان میگن. باید با متن روبرو بشیم، با متن خلوت بکنیم، تفکر بکنیم، تا که بتونیم زندگی بکنیم اون مفاهیم علوم انسانی رو. برای اینکه مهمه، اگر یک جراح، اگر یک داروساز بیماری هایی رو پیدا کرده، رفتار بدن رو پیدا کرده و بعد امروز میخواد برای یک بیماری تشخیص جراحی یا دارو بده، آیا اینقدر سطحی شما نگاه میکنین؟ بشر هم تاریخش دچار بیماری هایی میشه که باید حتما خودش رو موظف بکنه که علوم انسانی رو به عنوان یک تخصص اول بپذیره، بدون انشاش انشای روزمره نیست و براش ارزش قائل باشه. ممنونم. سپاس از خانم زمانی عزیز. ما وقت به پایان رسیده، ولی خانم قبولی دستشون بالاست. دوستان مایک رو رها کنید که ایشون هم صحبتی سوالی اگر دارن بگن، ما میشنویم. و حالا اگه بازم کسی دیگه براش یک نکته ابهامی کامنتی هست، چند دقیقه میمونیم تا بتونیم به یک جمع‌بندی خوب برسیم و نکته ابهامی نداشته باشیم تو این جلسه. با اجازه،
ببینید من در راستای تکمیل صحبت‌های بهار می‌خواستم بگم اتفاقاً این چیزی که بهار میگه رو من کاملاً حس کردم. در تفاوت سیستم آموزشی ایران با سیستمی که الان اینجا دارم درش تحصیل می‌کنم، توی ایران معلم‌ها و استادا می‌خواستن به ما یاد بدن، یعنی هر جوری شده می‌خواستن با دریل بکنن تو مغز ما که اینه مفهومش، اینه تعریفش، اینه و تو باید اینو یاد بگیری، برو اینو یاد بگیر و غیر از این هیچی نیست. ولی اینجا چیزی که من باهاش مواجهم اینه که به ما انگیزه میدن، به ما ما رو سعی میکنن که در واقع تشویق بکنن و یک کلید واژه به تو میدن یا چند تا کلید واژه به تو میدن و تو باید بری خودت دنبال اون کلید واژه ها و در موردشون تحقیق بکنی، در موردشون پیدا بکنی و درک به یه درک شخصی از اون برسی. و این استاد محوری و معلم محوری که یکی بیاد حتما یه چیزی رو به تو یاد بده و تو فکر کنی که اگه اون الان نیاد این کلمات رو یه دور نجوه و بعد نذاره تو بشقاب بذاره جلوی تو، تو هیچی یاد نمیگیری. این چیزی بود که توی ایران بود، یعنی واقعا میجویدن کلمات رو، یه بار قشنگ مزه مزه میکردن بعد به ما میدادن. ولی همچین سیستمی که اینجا نیست و من دقیقا با بهار موافقم، چون دارم تفاوت این دو روش آموزشی رو نه تنها در مورد خودم بلکه در مورد همکلاسی هایم که از خاورمیانه میان دارم میبینم. متشکرم. ببینید من حالا به خاطر اینکه دوست دارم خیلی زیاد وارد این مبحث نشیم و ادامش ندیم، من احساس میکنم که یکی از بزرگترین مسائلی که ما میتونیم اینجا داشته باشیم که با این مسئله، یعنی با این چالش ها روبرو نشیم، هنر شنیدن. ما خیلی وقتها با دقت همدیگر رو نمیشنویم و مثلا یک اگر با تمام وجود همدیگر رو بشنویم این مسئله به وجود نمیاد، یا حالا اون واژه‌هایی که استفاده میشه. این نظر خود من، فکر میکنم شاید در نهایت صحبتی که آقای شفایی داره میکنه با حرفی که خانم زمانی داره میزنه، هر دوی ما یا مرجان داره میگه، همه ما داریم یک چیز میگیم ولی از واژه‌هایی که استفاده میکنیم، واژه‌ها، کلمات و اون لحن بیانمون متفاوت هست. و ولی در نهایت هممون میخوایم یه کاری انجام بدیم، داریم تلاش میکنیم برای آگاهی، برای اینکه بتونیم قدم برداریم با یک خرد جمعی به حالا اون برابری، اون آزادی، هر چیزی که خوبه، دموکراسی، هر چیزی که خوبه برای جامعه هم. به خاطر همین من فکر میکنم اینجا اون انتخاب کلماتی که خب هر کسی یه تو آزاده که انتخاب کنه کلماتش که چجوری بیان کنه و چجوری حرف بزنه، ولی اون تاثیرگذاری هم مهمه که حالا باز هم اشخاص انتخاب میکنن که میخوان روی کدوم قشر و کدوم افراد تاثیر بگذارند و اون تاثیرگذاری روی مخاطب هستش. جناب شفایی ما شما رو میشنویم و همین دیگه، مایک رو رها کنید که جناب شفایی صحبتشون رو انجام بدن. من خواستم این دوستمون که اومدن تایید کردن صحبتای خانم زمانی رو، من خواستم یادآوری کنم ما نیومدیم سر کلاس آموزش ببینیم، ما اومدیم در یک جمعی با هم بحث و گفتگو کنیم. در بحث گفتگو دلیل نداره که ما در حدی بریم بیستیم که خیلی متوجه نشن و بگیم شما علوم انسانی رو بلد نیستید. این نوع نگاه کردن اشکال داره. من خواهش کردم از شما در جلساتی که شرکت میکنید چه اشکال داره از کلماتی استفاده کنید که اون کلمات قابل درک باشه برای آدمی مثل من. اگر که نه نمیخواید حرفاتون قابل درک برای من باشه، خب مرسی، من موردی ندارم، شما میتونید هر جوری دلتون میخواد سخنرانی کنید. ولی اگر دوست دارید جایی میرید با 4 نفر یا 10 نفر یا 20 نفر یا 100 تا آدم میخواید صحبت بکنید، جوری صحبت کنید که این افراد اکثرا درک کنن مطالب شما رو، من خواهش کردم اینجوری صحبت کنید. دوست ندارید نکنید، این میل شماست و هیچ مانعی نداره. و ولی حالا شما میخواد بگید این پوپولیستیه، این چی چیستیه، اینا
جاش اینجا نیست حداقل، یعنی برای من نیست. مرسی، خیلی ممنون، خسته نباشید، جلسه خوبی بود. حالا امیدواریم که دوستان هم میتونن استفاده ببرن، حالا میتونیم بعدن گوش کنیم از کلماتی که مصرف شده، بتونیم ببینیم چی ازش میتونیم در بیاریم. مرسی، خسته نباشید. سپاس از همگی. خانم زمانی عزیز، شما اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، اگر نه من ختم جلسه رو اعلام کنم. ممنونم، ممنونم از دعوتتون، عرضی است. بسیار عالی دوستان، ختم جلسه اعلام میشه و هم یه خسته نباشید میگم. ممنونم که تو این جلسه شرکت کردین و امیدوارم که حالا این بحث و گفتگو برای شما ارزشمند بوده باشه و حتی ذره‌ای به آگاهی شما افزوده باشه. مرسی از اینکه با ما بودین.